سلام، امیدواریم که حالت خوب باشه. مرسی از اینکه بیننده کانال خودتون کتاب من هستید. امروز فصل پنجم و ششم داستان هری پاتر و زندانی آزکابان از خانم جی کی رولینگ رو با هم دیگه می‌بینیم و می‌شنویم. لطف کنید ما رو سابسکرایب کنید، حتما اون زنگوله کنارش هم بزنید تا ویدیوهای بعدی اون براتون بیاد و ببینید. امیدواریم که دوستشون داشته باشید. فصل پنجم، دیوانه ساز. صبح روز بعد تام با لبخندی همیشگی و یک فنجان چای هری را از خواب بیدار کرد. هری لباس پوشید و سرگرم راضی کردن هدویگ برای برگشتن به درون قفسش بود که رون با خشونت در اتاق را باز کرد و وارد شد. در حالی که با قیافه آزرده دستش را در آستین لباسش میکرد گفت: اکاش هر چه زودتر سوار قطار بشی. خدا رو شکر که توی هاگوارتس از شر پرسی خلاص میشم. میدونی این دفعه چه تهمتی بهم زده؟ میگه من روی عکس پنلوپ کلیر واتر چای ریختم. رون اخ کرد و گفت: پنلوپ دوستشه، چون دماغش لک شده سرشو پشت حاشیه عکس قایم کرده. هری گفت: باید یه چیزی رو بهت بگم. اما همون موقع فرد و جورج که در جستجوی رون بودن تا برای عصبانی کردن پرسی به اون تبریک بگن وارد اتاق شدن. همگی برای صرف صبحانه به طبقه پایین رفتن و در اونجا آقای ویزلی رو دیدن که با چهره در هم کشیده مشغول خواندن صفحه اول روزنامه پیام امروز بود. خانم ویزلی برای جینی و هرمیون ماجرای درست کردن معجون عشقش رو که در دوران نوجوانیش بود تعریف میکرد و هر سه میخندیدن. وقتی نشستن رون از هری پرسید: چی میخواستی بگی؟ در همون موقع پرسی سراسیمه وارد شد و هری گفت: بعد بهت میگم. در بحبوحه رفتن به ایستگاه هری فرصتی برای صحبت با رون یا هرمیون پیدا نکرد. همه مشغول کشیدن چمدانهایشان از راهروی تنگ پاتیلدرزدال بودند و میخواستن هر چه زودتر بارو بندیلشان را جلوی در ورودی بگذارن. هدویگ و هرمس جغد پر سر و صدای پرسی داخل قفسهایشان بر روی چمدانها نشسته بودند. در کنار کوهی از چمدان و اساسیه سبد حسیری کوچکی قرار داشت که ترق و ترق صدا میکرد. هرمیون سرش را نزدیک سبد برد و با مهربانی گفت: ناراحت نباش کچبا، توی قطار از سبد درت میارم. رون با بدخلقی گفت: هیچ هم این کار نمی کنی. پس خالخالی چی میشه؟ رون به سینه‌اش اشاره کرد. از برجستگی بزرگ روی لباسش معلوم بود که خالخالی در جیب رون خود را گلوله کرده است. آقای ویزلی که بیرون در ورودی منتظر اتومبیل‌های وزارتخانه بود، سرش را از لای در داخل آورد و گفت: اومدن، هری بیا اینجا. آقای ویزلی هری را از پیاده روی باریک رد کرد و به سوی یکی از دو اتومبیل قدیمی یشمی رنگ برد. راننده های اتومبیل همه کت و شلوارهای مخملی به رنگ سبز زمردی پوشیده بودند. قیافه های مشکوکی هم داشتند. آقای ویزلی به دو طرف خیابان شلوغ نگاهی انداخت و به هری گفت: هری سوار شو. هری روی صندلی عقب اتومبیل نشست و لحظه بعد رون و هرمیون و همراه پرسی فرشته عذاب رون سوار اتومبیل شدند. اتومبیل های وزارتخانه در مقایسه با اتوبوس شوالیه خیلی معمولی و خسته کننده بودند، اما هری متوجه شد آنها به نرمی از روی دستاندازها عبور می کنند. دستاندازهایی که با اتومبیل جدید شرکت عمو ورنون عبور از آنها غیر ممکن بود. آنها 20 دقیقه زودتر از موعد مقرر به ایستگاه کینگز کراس رسیدند. راننده های وزارتخانه برایشان چندین چرخ دستی فراهم کردند. بارها را درون چرخ دستی ها گذاشتن، دستشان را به کلاهشان بردند و به آقای ویزلی سلام نظامی دادند. سپس حرکت کردند و از آنها دور شدند. میخواستن خود را به صف بی حرکت اتومبیل ها در پشت چراغ قرمز برسانند. آقای ویزلی در تمام مسیرشان تا ایستگاه لحظه بازوی هری را رها نکرد. وقتی به ایستگاه رسیدند به اطرافش نگاهی انداخت و گفت: بسیار خوب، حالا چون تعدادمان زیاده دوتا دوتا جلو می رویم. من و هری در جلوتر می رویم. آقای ویزلی آهسته به طرف میله بین سکوهای شماره 9 و 10 رفت و چرخ دستی هری را نیز به دنبال خود می کشید. بعد طوری به قطار شماره 125 بین شهری که تازه به سکوی شماره 9 رسیده بود نگاه کرد که انگار منتظر آن بوده است.
نگاه معناداری به هنی انداخت و ظاهراً به طور کاملاً اتفاقی به میله تکیه داد. هری نیز همان کار را انجام داد. لحظه بعد آن دو از میله فلزی سخت عبور کردند و به پهلو روی سکوی شماره 9 و 3 4م افتادند. وقتی سرشان را بلند کردند، قطار سریع و سیل هاگوارتس را که یک قطار سرخ رنگ با موتور بخار بود دیدند که دودش در میان جمعیت جادوگرانی که به بدرقه فرزندانشان آمده بودند پراکنده می شد. ناگهان پرسی و جینی پشت سر هری ظاهر شدند. هر دو به نفس نفس افتاده بودند و کاملا معلوم بود که دوان دوان از میله عبور کردند. پرسی گفت: آه، پنلوپه اونجاست. بعد در حالی که موهایش را صاف و مرتب میکرد گونه هایش گل انداخت. جینی به هری نگاه کرد و هر دو رویشان را برگرداندند تا پرسی متوجه خندیدنهایشان نشود. پرسی با گامهای بلند به طرف دختری با موهای بلند فرفری رفت. سینه‌اش را جلو داده بود مبادا مدال درخشانش از دید دختر پنهان بماند. وقتی هرمیون و بقیه اعضای خانواده ویزلی نیز آمدند، آقای ویزلی و هری به سمت انتهای قطار حرکت کردند. از جلوی کوپه‌های پر گذشتند تا به یک واگن خالی رسیدند. چمدان‌ها را داخل آن گذاشتند و هدویگ و کچپا را در ردیف بارها جای دادند. آنگاه برای خداحافظی از قطار خارج شدند. خانم بیزلی ابتدا تمام فرزندانش، سپس هرمیون و آخر سر هری را بوسید. وقتی خانم بیزلی هری را کمی بیشتر از سایرین در آغوش فشرد، هری خجالت کشید، اما احساس خوبی وجودش را فرا گرفت. خانم بیزلی که برق عجیبی در چشمانش بود گفت: خیلی مواظب باش هری، باشه؟ سپس کیف دستی بزرگش را باز کرد و گفت: من برای همتون ساندویچ درست کردم، بیا. رون، نترس، استیک دودی نیست. فرد، پس فرد کو، بیا عزیزم اینو بگیر. آقای ویزلی آهسته گفت: هری، یه دقیقه بیا اینجا. با حرکت سر به ستونی اشاره کرد و هری به دنبالش به پشت ستون رفت. بقیه دور خانم ویزلی حلقه زده بودن. آقای ویزلی با حالت عصبی گفت: قبل از رفتن باید چیزی بهت بگم. هری گفت: ناراحت نباشید آقای ویزلی، خودم همه چیزو میدونم. میدونی؟ از کجا میدونی؟ آخه من دیشب حرفای شما و خانم ویزلی رو شنیدم. هری به تندی افسود: نتونستم جلوی خودم بگیرم، ببخشید. آقای ویزلی که نگران به نظر میرسید گفت: نمیخواستم اینطوری بفهمی. هری گفت: نه، باور کنید اینطوری خیلی بهتر شد. اینطوری شما زیر قولی که به فاج دادین نزدین. در ضمن منم از ماجرا با خبر شدم. حتما خیلی ترسیدی، نه؟ نه، نترسیدم. از اونجا که آقای ویزلی ناباورانه به هری نگاه میکرد، هری صمیمانه گفت: باور کنین، فکر نکنین میخوام قهرمان بازی در بیارم. جدی گفتم. سیریوس بلک که از ولدمورت بدتر نیست، درسته؟ آقای ویزلی با شنیدن این نام بر خود لرزید، اما بلافاصله بر خود مسلط شد و گفت: هری، من میدونم تو اونقدرها هم که فاج خیال کرده ضعیف و بی‌دست و پا نیستی. حالا هم که میبینم نمیترسی، خیلی خوشحالم. آرتور؟ صدای خانم ویزلی بود که داشت بچه ها رو یکی یکی سوار قطار میکرد. او ادامه داد: آرتور، داری چی کار میکنی؟ دیگه موقع رفتنه. الان میام مالی. آقای ویزلی این رو گفت و به طرف هری برگشت. این بار عجولانه و با صدای آهسته به صحبتش ادامه داد: ببین هری، ازت میخوام بهم قول بدی که... هری گفت: که پسر خوبی باشم و از قلعه خارج نشم. هری با ناراحتی این رو گفت. آقای ویزلی با چهره جدیتر از همیشه گفت: این کافی نیست، باید قسم بخوری برای پیدا کردن بلک این طرف و اون طرف پرسه نمیزنی. هری با نگاهی خیره گفت: چی؟ صوت بلندی به گوش رسید. نگهبانها درهای قطار را یکی پس از دیگری میبستند. آقای ویزلی تندتر از قبل به حرفش ادامه داد: هری، قول بده که هر اتفاقی بیفته. هری که مات و مبهوت مانده بود گفت: چرا باید دنبال کسی برم که میدونم میخواد منو بکشه؟ قول بده اگر شنیدی. خانم ویزلی فریاد زد: زود باش آرتور. بخار غلیظی از قطار برخاست و به حرکت درآمد. هری به سوی در کوپه دوید. رون در را برایش باز کرد و عقب ایستاد تا سوار شود. بچه ها از پنجره برای آقا و خانم ویزلی دست تکان دادند تا اینکه قطار به یک سو پیچید و آن دو از نظرها پنهان شدند.
سرعت قطار لحظه به لحظه بیشتر می شد. هری آهسته به رون و هرمیون گفت باید دور از چشم بقیه باهاتون صحبت کنم. رون گفت برو کنار جینی. جینی نفس عمیقی کشید و گفت چه خوب. بعد از جایش برخاست و از آنها دور شد. هری، رون و هرمیون در راهروی قطار پیش می رفتن و به دنبال کوپه خالی می گشتن. همه ی کوپه ها پر بودن غیر از آخرین کوپه در انتهای قطار. در این کوپه یک نفر بیشتر نبود. مردی کنار پنجره به حالت نشسته به خواب رفته بود. هری، رون و هرمیون دوباره داخل کوپه را نگاه کردند. معمولاً قطار سریع و سیر هاگوارتس را برای دانش آموزان رزرو می کردند و پیش از آن هیچ بزرگسالی را در قطار ندیده بودند. البته غیر از ساحری که چرخ دستی خوراکی ها را می آورد. هر سه وارد کوپه شدند و در را بستند. وقتی روی صندلی هایی که از پنجره دورتر بودند نشستند، رون آهسته گفت به نظر شما اون کیه؟ هرمیون بلافاصله جواب داد پروفسور آر جی لوپین. رون گفت از کجا میدونی؟ هرمیون گفت روی کیفش نوشته احمق. آنگاه هرمیون به بالای سر مرد اشاره کرد. در قفسه بالای کوپه کیف کوچک رنگ رو رفتهی به چشم میخورد که با دقت به وسیله ریسمانی آن را بسته بودند که باز نشود. در یک طرف آن با حروفی ترک خورده نوشته بود آر جی لوپین. رون که با چهرهی در هم کشیده به نیمروخ پرید رنگ پروفسور لوپین نگاه میکرد گفت یعنی چی درس میده؟ هرمیون با صدای آهسته زمزمه کرد خب معلومه، فقط یه درسه که معلم نداره، درسته؟ اونم درس دفاع در برابر جادوی سیاهه. هری، رون و هرمیون تا کنون دو آموزگار برای درس دفاع در برابر جادوی سیاه داشتند که هر یک بیشتر از یک سال تدریس نکرده بودند. بین دانش آموزان شایعی بود که می گفتن این کلاس شوم است. رون با شک و تردید گفت امیدوارم حرف درست باشه. به قیافش میاد که با یه افسون درست حسابی از پا در بیاد. آنگاه رویش را به هری کرد و گفت راستی چی میخواستی بهمون بگی؟ هری تمام بگو مگوهای آقا و خانم ویزلی و هشداری را که آقای ویزلی در ایستگاه به او داده بود برایشان تعریف کرد. وقتی حرفش تمام شد قیافه رون بهت زده بود و هرمیون دستش را جلوی دهانش گرفته بود. بالاخره هرمیون دستش را پایین آورد و گفت سیریوس بلک از زندان فرار کرده که سراغ تو بیاد هری. وای هری، باید خیلی خیلی مراقب باشی، دنبال دردسر نگرد هری. هری که از حرف او رنجیده بود گفت من دنبال دردسر نمیگردم، همیشه دردسر دنبال من میاد. رون با ترس و لرز گفت هری خیلی باید کودن باشه که بخواد دنبال دیوونهی بره که قصد گشتنش رو داره. در نظر رون و هرمیون این خبر بدتر از اون بود که هری انتظار داشت. هر دوی اونها خیلی بیشتر از هری از بلک وحشت داشتن. رون با ناراحتی گفت هیچ کس نمیدونه اون چطوری از آزکابان فرار کرده. تا حالا سابقه نداشته کسی از اونجا بتونه فرار کنه، مخصوصا اون که یه زندانی فوق امنیتی بوده. هرمیون صمیمانه گفت اما بالاخره میگیرنش، آخه میدونین که همه مشنگ ها هم دنبالشن. ناگهان رون گفت صدای چی میاد؟ از جایی صدای سوت ضعیفی به گوش میرسید. آنها به اطرافشان نگاهی انداختن. رون گفت انگار این صدا از توی چمدون تو در میاد هری. اونگاه رون از جایش برخاست و چمدان های هری را از قفسه بالای کوپه پایین آورد. لحظه‌ای بعد رون دشمنیاب جیبی را از لابلای لباس‌های هری بیرون کشید. دشمنیاب کف دست رون با سرعت زیادی دور خود می‌چرخید و نور درخشانش چشم را خیره می‌کرد. هرمیون با علاقه از جایش برخاست که بهتر آن را ببیند و گفت این دشمنیابه. رون گفت آره، اما خیلی ضعیفه. وقتی داشتیم اونو به پای ارول می‌بستیم که برای هری بفرستیم یکسره می‌چرخید. هرمیون زیرکانه گفت در اون لحظه کار خلافی نمی کردیم. نه، اما راستش نباید ارولو می فرستادم. می دونی که ارول نمی تونه سفرهای دور و دراز بره، ولی آخه چطوری می تونستم هدیه ی هری رو براش بفرستم؟ دشمنیاب بی وقفه می چرخید و صدای گوشخراشی تولید می کرد. بنابراین هری گفت زودتر بگذارش توی چمدان، بیدار می شه ها. هری با سر به پروفسور لوپین اشاره کرد. رون دشمنیاب را درون جوراب‌های نفرت انگیز عمو ورنون پیچید که صدایش خفه شود. بعد در چمدان را روی آن بست.
رون دوباره نشست و گفت وقتی به هاگزمید رفتیم میتونیم بدیم یه نگاهی بهش بندازم. فرید و جورج میگفتن در فروشگاه درویش و بنز از این جور وسایل جادویی میفروشن. هرمیون مشتاقانه گفت تو از هاگزمید خیلی چیزا میدونی درسته؟ یه جایی خوندم که هاگزمید تنها منطقه کاملا غیر مشنگی در تمام انگلستانه. رون با بی‌اعتنایی گفت آره فکر میکنم همینطور باشه، اما من برای این چیزها نمیخوام به اونجا برم. همین که پام به اونجا برسه میرم به فروشگاه دوکهای اصلی. هرمیون پرسید اونجا دیگه کجاست؟ رون با چهره خرسند از خیال بافی هایش گفت اونجا یه آب نبات فروشیه که همه چیز داره، جنهای فلفلی که وقتی میخوری از دهنت آتیش بیرون میاد، گلوله های بزرگ شکلاتی که توش پر از خامه های قلمبه با طعم توت فرنگیه، نیشکرهای واقعی اعلا که میتونی اونها رو سر کلاس بمکی در حالی که به نظر میرسه داری فکر میکنی. هرمیون با شوق و ذوق حرف او رو قطع کرد و گفت هاگزمید واقعا محل جالبیه. در کتاب مناطق تاریخی جادویی نوشته که مهمونخانه شیون آوارگان قرارگاه 1612 جن شورشی بوده و شیون آوارگان جدیتر از هر مکان دیگری در بریتانیا تسخیر شده. رون که حتی یک کلمه از حرفهای هرمیون رو نشنیده بود ادامه داد توپهای بزرگ پر از نوشابه‌های میوه‌ای که وقتی اونا رو میمکی چندین سانتیمتر از زمین بلند میشی. هرمیون به هری نگاه کرد. چقدر خوبه که میتونیم از مدرسه بیرون بریم و توی هاگزمید گردش کنیم، مگه نه؟ هری با متانت گفت آره باید جالب باشه، وقتی از اونجا برگشتین باید همه چیز رو برام تعریف کنین. رون پرسید منظورت چیه؟ هری گفت من نمیتونم بیام، چون نه درسلی ها برام برگه رضایت نامه رو امضا کردن نه فاج. اما آخی یعنی هیچ راهی نداره؟ شاید پروفسور مک‌گونگال یا یکی دیگه بتونه برگه رو برات امضا کنه. هری پوزخند زد. پروفسور مک‌گونگال رئیس برج گریفندور خیلی سختگیر بود. رون ادامه داد اصلا میتونیم از جورج و فرد کمک بگیریم، اونها تمام راه‌های مخفی خروج از قلعه رو بلدن. هرمیون به تندی گفت رون حالا که بلک آزاده فکر نمی‌کنم یواشکی بیرون رفتن هری از مدرسه کار درستی باشه. هری به تلخی گفت آره اگه از پروفسور مک‌گونگال بخوایم برگمون رو امضا کنه همینو بهمون میگه. رون که میخواست به هرمیون دل و جرأت بدهد گفت وقتی ما باهاش باشیم بلک جرأت نمیکنه. هرمیون با عصبانیت به میان حرف او پرید و گفت رون چرت و پرت نگو، بلک یه مشت آدم و درست وسط یه خیابون شلوغ کشته. حالا تو واقعا فکر میکنی فقط برای اینکه ما دوتا پیش هری هستیم از حمله به هری صرف نظر میکنه؟ هرمیون همونطور که حرف میزد با دستپاچگی به دنبال سبد کجپا میگشت. رون گفت اونو نهیر بیرون ها. اما دیگر دیر شده بود. کچپا به نرمی از سبد بیرون پرید، به بدنش کش و قوسی داد و خمیازه کشید. آنگاه بر روی زانوهای رون پرید. موش بیچاره در جیب رون می لرزید. رون با عصبانیت کچپا را از روی پایش به زمین پرتاب کرد و گفت برو گم شو. هرمیون از کوره در رفت و گفت ولش کن رون. قبل از اینکه رون جواب هرمیون را بدهد پروفسور لوپین تکانی خورد. هر سه با نگرانی به او خیره شدند، اما او سرش را به سوی دیگری برگرداند و با دهان نیمه باز دوباره به خواب رفت. قطار سریع السیر هاگوارتس همچنان به سمت شمال پیش می رفت. هرچه جلوتر می رفتن درختان اطراف انبوهتر و تیره تر می شدن و به تراکم ابرها افسوده می شد. بچه ها در راهروی قطار در رفت و آمد بودند و از جلوی کوپه آنها می گذشتن. کچپا روی یکی از صندلی ها نشسته بود. رویش به طرف رون بود و با چشم های کهرباییش لحظه از جیب رون چشم بر نمی داشت. در ساعت یک بعد ظهر ساحره چاق با چرخ دستیش به در کوپه آنها رسید. رون با حرکت سر به پروفسور لوپین اشاره کرد و با تعجب گفت به نظر شما باید اونو بیدار کنیم؟ هرمیون با احتیاط به پروفسور لوپین نزدیک شد و گفت پروفسور ببخشید پروفسور.
اما او تکان نخورد. ساحره چند ساندویچ به دست هری داد و گفت: نگران نباش عزیزم، اگه وقتی بیدار شد گرسنه بود بهش بگیم که من در کوپه جلویی پیش راننده ام. بعد از آن که ساحره در کوپه را بست و رفت، رون آهسته گفت: واقعا خوبه؟ منظورم اینه که نکنه مرده باشه. هرمیون ساندویچش رو از هری گرفت و گفت: نه بابا، داره نفس میکشه. پروفسور لوپین همسفر خوبی برای آنها نبود، اما حضورش در کنار آنها مزایایی داشت. عصر آن روز هوا بارانی شد و مه غلیظی تپه های اطراف را در بر گرفت. همان وقت بار دیگر صدای پایی از راهرو به گوش رسید و سه نفر از منفورترین دانش آموزان در آستانه در پیدا شدند. این سه نفر کسی نبودند جز دارکو مالفوی و دوستان صمیمیش وینسنت کراب و گریگوری گویل. هری و مالفوی از همان اولین روزی که سوار قطار سریع سیر هاگوارتس شدند تا برای اولین بار به مدرسه بروند با هم دشمن بودند. مالفوی که صورت رنگ پریده و کشیدهش همیشه به پوزخندی مزین بود در گروه اسلایترین بود. مالفوی در تیم کویدیچ اسلایترین بازیکن جستجوگر بود و هری در تیم گریفندور. کراب و گویل کاملا گوش به فرمان مالفوی و هر دو درشت و قوی هیکل بودند. قد کراب بلندتر بود و آرایش مویش بیننده را به یاد کیک خامه‌ای می‌انداخت. گردنش هم بسیار کلفت بود. گویل موهای زبر و کوتاهی داشت و دستهایش بلند و پشمالو بود. مالفوی در کوپه را باز کرد و با لحن کشدار همیشگیش گفت: ببین کیا اینجا هن؟ پاتی و ویزل. پاتی در زبان خودشون به معنی دیوانه و خل بود و ویزل به معنی راسو. کراب و گویل قهقهه زدند. مالفوی گفت: ویزلی، شنیدم پدرت بالاخره تونستی مقداری طلا به چنگ بیاره. مادرت از خوشحالی سکته نکرد؟ رون فوراً از جایش برخاست و با مش سبد کچپا را به گوشه انداخت. پروفسور لوپین خورناس کشید. مالفوی ناخودآگاه یک قدم عقب رفت و به لوپین نگاه کرد و گفت: این دیگه کیه؟ هری که از جایش برخواسته بود که در صورت لزوم از رون پشتیبانی کنه گفت: استاد جدیده. مثل اینکه داشتی یه چیزی میگفتی مالفوی. مالفوی چشمان بیروهش را تنگ کرد. آنقدرها احمق نبود که در حضور یک استاد دعوا راه بیاندازد. بنابراین با اکراه به کراب و گویل گفت: بیان بریم. و هر سه از کوپه خارج شدند. هری و رون سر جایشان نشستند. رون که انگشت های دستش را مالش میداد با عصبانیت گفت: امسال دیگه نمیتونم چرت و پرت های مالفوی رو تحمل کنم. جدی میگم، اگه یک بار دیگه به خانواده‌ام بد و بیرا بگه سرشو میگیرم. و اینطوری رون ادای ضربه زدن رو درآورد. هرمیون به پروفسور لوپین اشاره کرد و گفت: هیس، مراقب باش. اما پروفسور لوپین همچنان خوابیده بود. باران تندتر شد و قطار بی وقفه به سوی شمال در حرکت بود. هوا به رنگ خاکستری روشن در آمده بود و لحظه به لحظه تیره تر می شد، تا اینکه فانوس‌ها در سر تا سر راه رو و بالای قفسه چمدان‌های کوپه روشن شدند و قطار تلق و تلوخ کنان پیش می رفت. قطره‌های درشت باران محکم به شیشه ها برخورد می کرد و باد زوزه می کشید، اما پروفسور لوپین همچنان خواب. رون به جلو خم شد تا از پشت سر پروفسور لوپین به پنجره تیره و تاریک نگاهی بیندازد و گفت: داریم میرسیم. هنوز حرفش تمام نشده بود که سرعت قطار رو به کاهش گذاشت. رون از جایش برخاست، از جلوی پروفسور لوپین گذشت تا از پنجره بیرون را نگاه کند و گفت: آخ جون، دارم از گرسنگی میمیرم. دلم میخواد زودتر خودمو به جشن برسونم. هرمیون به ساعتش نگاهی انداخت و گفت: ممکن نیست به این زودی رسیده باشی. پس چرا قطار داره توقف میکنه؟ سرعت قطار لحظه به لحظه کمتر و کمتر میشه. با ضعیف شدن صدای پیستونها، صدای برخورد باد و باران بر پنجره ها شدیدتر شد. هری که به در کوپه نزدیکتر بود از جایش برخاست تا به راه رو نگاهی بیاندازد. در سرتاسر واگن همه با کنجکاوی سرها را از کوپه ها بیرون آورده بودند. قطار با تکانی ناگهانی متوقف شد و صدای تاپ و توپی که از دور به گوش می رسید نشان می داد که چمدان ها از قفسه ها پایین افتادند. ناگهان بدون اخطار قبلی همه چراغ های قطار خاموش شد و تاریکی مطلقی همه جا را در بر گرفت. رون از پشت هری گفت:
چه خبر شده؟ هرمیون گفت آی چرا پای منو لگد میکنی رون؟ هری برگشت و سر جایش نشست و گفت به نظر شما قطار خراب شده؟ روی گفت چه میدونم؟ صدای جیرجیری بلند شد و هری شبح تیره و مبهم رون را دید که با دستمالی بخار شیشه پنجره را پاک کرد و به بیرون خیره ماند. رون گفت اونجا یه چیزی داره تکون میخوره، مثل اینکه چند نفر دارن سوار قطار میشن. ناگهان در کوپه باز شد و یک نفر محکم روی پای هری افتاد و گفت ببخشید شما میدونید چه خبر شده؟ آخ ببخشید. هری در تاریکی یقه شنل او را پیدا کرد و در حالی که سعی میکرد او را از زمین بلند کند گفت سلام نویل. هری تویی؟ چی شده؟ نمیدونم، بیا بشین. ابتدا صدای فیش و بعد نعره دردناک کچپا به گوش رسید. نزدیک بود نویل روی کچپا بنشیند. صدای هرمیون به گوش رسید که میگفت الان من میرم از راننده بپرسم چه خبر شد. هری احساس کرد هرمیون از جلویش گذشت و همان لحظه در باز شد و صدای برخورد دو نفر به یکدیگر و به دنبال آن ناله دردناکی به گوش رسید. تو کی هستی؟ تو کی هستی؟ جینی؟ هرمیون؟ اینجا چی کار میکنی؟ داشتم دنبال رون میگشتم. بیا اینجا بشین. هری بلافاصله گفت اینجا نه، اینجا من نشستم. نویل گفت آی. ناگهان صدای دورگهی گفت ساکت. بالاخره پروفسور لوپین بیدار شده بود. هری صدای خشخشی را که از طرف پروفسور می آمد می شنید. همه ساکت بودند. صدای ترق و تروقی به گوش رسید و بعد نور لرزانی کوپه را روشن کرد. شعله های آتش در دست پروفسور لوپین پیدا شد. در نور آتش صورتش خسته و رنگ پریده به نظر می آمد، اما چشمهایش هوشیار و مراقب. پروفسور لوپین با همون صدای دورگهش گفت از جاتون تکون نخورید. آنگاه دستش را که شعله های آتش در آن زبانه می کشید جلویش نگه داشت و برخاست. قبل از آن که لوپین به در کوپه برسد در آهسته باز شد. در روشنایی آتش هیکل شنل پوشی که قدش به سقف می رسید در آستانه در پدیدار شد. کلاه شنل چهرهش را کاملا پنهان کرده بود. هری به سر تا پای آن موجود نگاه کرد و ناگهان قلبش در سینه فرو ریخت. از زیر شنل دست براق و خاکستری رنگی بیرون زده بود که به نظر می رسید پوشیده از زخمهای وحشتناک و آغشته به لجن است. درست مثل دست مرده‌ای بود که در آب گندیده باشد. آن منظره تنها در لحظه بسیار کوتاه قابل رویت بود. گویی موجود زیر شنل نگاه هری را بر دستش احساس کرد، زیرا بلافاصله دستش را زیر چین‌های پارچه سیاه پنهان کرد. سپس از زیر کلاه نفس عمیق، آهسته و صداداری کشید. انگار می‌خواست چیزی غیر از هوا را به درون خود بکشد. سرمای شدیدی همه را در بر گرفت. هری احساس کرد نفسش در سینه حبس شده است. سرما به پوستش نفوذ کرد و به درون سینه‌اش راه یافت و بعد به درون قلبش نفوذ کرد. سر هری گیج رفت. دیگر نتوانست جایی را ببیند. او در سرمای شدیدی فرو می رفت. صدایی شبیه به صدای آب در گوشش تنین انداخت. هری لحظه به لحظه پایین تر می رفت. صدای جوش و خروش آب بلندتر می شد. آنگاه صدای شیون ترسناک و هول‌انگیزی از دور به گوش رسید که عاجزانه کمک می طلبید. هری اهمیت نمی داد که او کیست، فقط می خواست به او کمک کند. سعی کرد دستهایش را تکان بدهد اما نتوانست. مه غلیظ سفید رنگی درون و پیرامون او را دربر گرفته بود. هری حالت خوبه؟ کسی به صورت هری ضربه زد. هری چشمهایش رو باز کرد و گفت چیه؟ فانوسها بر فراز سرش روشن بود و کف قطار بالا و پایین می رفت. چراغها دوباره روشن شده بودند و قطار در حرکت بود. هری از روی صندلیش سر خورده بود و بر کف کوپه افتاده بود. رون و هرمیون کنارش زانو زده بودند. نویل و پروفسور لوپین از بالای سر آنها هری را نگاه می کردند. هری احساس ضعف میکرد. وقتی دستش را به طرف عینکش برد که آن را بالا بزند متوجه شد که بر پیشانیش عرق سرد نشسته است. رون و هرمیون کشان کشان او را بر روی صندلی نشاندند. رون سراسیمه پرسید حالت خوبه؟ هری گفت آره و بلافاصله به در نگاه کرد.
موجود شنل پوش ناپدید شده بود. هری ادامه داد: چی شد؟ پس اون چیز کجاست؟ کی جیغ میکشید؟ رون آشفته تر از قبل به او جواب داد: هیچ کس جیغ نمیکشید. هری به اطرافش نگاهی انداخت. نویل و جینی با چهره های رنگ پریده نگاهش را پاسخ دادند. هری گفت: ولی من صدای جیغ رو شنیدم. صدای تقی همه را از جا پراند. پروفسور لوپین داشت شکلات بزرگی را به تکه های کوچکتر تقسیم میکرد. تکه بزرگی به دست هری داد و گفت: بیا اینو بخور، حالتو جا میاره. هری شکلات را گرفت اما به آن لب نزد. از لوپین پرسید: اون چی بود؟ لوپین که در حال تقسیم بندی شکلات ها بین بچه ها بود گفت: یک دیوانه ساز بود، یکی از همون دیوانه سازهای آزکابان. همه به او خیره شده بودند. پروفسور کاغذ خالی شکلات را مچاله کرد و در جیبش گذاشت. دوباره به هری گفت: بخور دیگه، حالتو جا میاره. ببخشید، من باید برم و با راننده صحبت کنم. سپس از کنار هری گذشت و در راه رو ناپدید شد. هرمیون که با نگرانی به هری نگاه میکرد گفت: مطمئنی که حالت خوبه؟ هری عرق صورتش رو پاک کرد و گفت: هیچی سر در نمیارم، چی شد؟ خب اون موجود دیوانه ساز اونجا بود و به اطراف نگاه میکرد. یعنی من حدس میزنم که نگاه میکرد، چون صورتش رو دیدم. اون وقت تو رون که هنوز وحشت زده بود گفت: من فکر میکنم دچار حمله سر شدی، بدنت مثل چوب شد، از روی صندلی افتادی پایین، بعد هم بدن شروع کرد به تکون خوردن. هرمیون گفت: بعد پروفسور لوپین از بالای سرت رد شد و به طرف دیوانه ساز رفت، چوب دستی شد، در آورد و گفت: هیچ کدام از ما سیریوس بلک رو زیر شنلمون پنهان نکردیم، دیگه برو. اما دیوانه ساز تکون نخورد، برای همین لوپین زیر لب چیزی گفت و از انتهای چوب دستیش یک چیز نقره‌ای بیرون آمد و به طرف او رفت. اونم چرخید و رفت. نویل با صدای بلندتر از همیشه گفت: وحشتناک بود، وقتی اون وارد شد شما هم سرمای شدید رو احساس کردین؟ رون با ناراحتی شانهش رو بالا انداخت و گفت: من احساس عجیبی داشتم، احساس میکردم که دیگه هیچ وقت خوشحال و خندان نمیشم. جینی که مثل هری حال روز خوبی نداشت و در گوشه ای کس کرده بود زیر گریه زد. هرمیون جلو رفت و با مهربانی دستش را دور او حلقه کرد. هری با تعجب گفت: هیچ کدومتون از صندلی روی زمین نیفتادی؟ رون بار دیگر با چهره نگرانش هری را نگاه کرد و گفت: نه، جینی داشت مثل بید میلرزید، ولی هری سر در نمی آورد. احساس ضعف میکرد و بدنش میلرزید، درست مثل وقتی که به شدت سرما میخورد. کم کم داشت احساس شرمندگی میکرد. چرا هری آنطور از پا افتاده بود، در حالی که هیچ کس دیگر وضعیت او را نداشت؟ پروفسور لوپین برگشت، جلوی در لحظه‌ای درنگ کرد، اطرافش را از نظر گذراند و لبخند زنان گفت: هری، مطمئن باش که من به اون شکلات سم نزدم. هری شکلات را گاز زد و در کمال تعجب متوجه شد که از فرق سر تا نوک انگشت‌هایش را گرمای مطبوعی فرا می‌گیرد. پروفسور لوپین گفت: تا 10 دقیقه دیگه به هاگوارتس میرسیم. چطوری هری؟ هری از اون نپرسید اسمش رو از کجا میداند و با چهره خجالت زده زیر لب گفت: خوبم. در بقیه راه دیگر کسی چیزی نگفت. سرانجام قطار در ایستگاه هاگزمید متوقف شد و هیاهویی در میان دانش آموزان برپا شد. همه تلاش میکردند در آن شلوغی زودتر از قطار خارج شوند. جخت ها هو هو می کردن، گربه ها میو میو می کردن و صدای قورقور وزق نویل از زیر کلاهش به گوش می رسید. در سکوی کوچک ایسکا هوا فوق‌العاده سرد بود و قطره های یخ زده باران بر سر و روی دانش آموزان می بارید. صدای آشنایی گفت: کلاس اولی ها از این ور بیان. هری، رون و هرمیون برگشتن و هیکل تنومند هاگرید را در آن سوی سکو دیدن. او دانش آموزان جدید و حراسان را فرا می‌خواند تا برای عبور از دریاچه آماده شوند. هاگرید از بالای سر جمعیت آنها را دید و نعره زنان گفت: شما سه تا خوبین؟ هر سه برایش دست تکان دادند، اما فرصتی برای صحبت با او نیافتند، زیرا با فشار جمعیت به سوی دیگر سکو رانده می‌شدند. هری، رون و هرمیون همراه با بقیه دانش آموزان از سکو خارج شدند و در راه ناهموار و گلالودی پیش رفتند.
در آنجا دست کم 100 کالسک منتظر بقیه دانش آموزان بودند و به گمان هری هر یک به وسیله یک اسب نامرئی کشیده می شدند. زیرا همین که آنها سوار یکی از کالسکه ها شدند و در را بستند، کالسکه خود به خود به راه افتاد و در حالی که به بالا و پایین می پرید در مسیر پیش رفت. در کالسکه بوی خاک و کاه به مشام می رسید. هری بعد از خوردن شکلات بهتر شده بود، اما هنوز احساس ضعف میکرد. رون و هرمیون در تمام مدت زیر چشمی او را میپاییدند. انگار میترسیدند دوباره روی زمین بیفتد. وقتی کالسکه جلوتر رفت، یک دروازه آهنی با شکوه با ستونهای عظیم سنگی در دو طرفش و سر ستونهایی به شکل گراز بالدار در مقابلش پدیدار شد و هری در دو سوی دروازه دو موجود سر به فلک کشیده شنل پوش را دید که در آنجا نگهبانی می دادن. موج سرمای بیمارگونه بار دیگر بر وجودش چنگ انداخت. او به پشتی نرم صندلی تکیه داد و چشمهایش را بست و تا زمانی که از دروازه عبور نکرده بودند به همان حالت ماند. کالسکه در جاده سراشیبی و طولانی قلعه به سرعت بالا می رفت. هرمیون به جلو خم شده بود و از پنجره کوچک کالسکه به برج و باروهای بیشماری که هر لحظه به آنها نزدیکتر می شدند چشم دوخته بود. سرانجام کالسکه تکانی خورد و ایستاد. بلافاصله رون و هرمیون پیاده شدند. هنگامی که هری از پله کالسکه پایین آمد، صدای سرخوشی با لحن کشدار به او گفت: پاتر، تو قش کردی؟ لانگ باتم راست میگه؟ واقعا قش کردی؟ مالفوی با آرنجش هرمیون را کنار زد تا راه هری را سد کند و نگذارد از پله‌های سنگی قلعه بالا برود. چهره‌اش شادمان بود و برق شرارت در چشم‌های بیروحش می‌درخشید. رون که دندان‌هایش را روی هم می‌فشرد گفت: بزن به چاک مالفوی. مالفوی با صدای بلند و رسا گفت: تو هم قش کردی ویزلی؟ اون دیوانه ساز پیر و ترسو تو را هم به وحشت انداخت؟ صدای مولایی می گفت: مشکلی پیش اومده؟ پروفسور لوپین تازه از کالسکه دیگری پیاده شده بود. مالفوی با بیشرمی سر تا پای پروفسور لوپین را نگاه کرد و به خصوص وصله های لباسش و کیف پاره و رنگ رو رفتش را از نظر گذراند. آنگاه با حالت پرکنایه و ریشخندامیزی گفت: اوه نه پروفسور. سپس پوزخندی به کراب و گویل زد و هر سه از پله های قلعه بالا رفتند. هرمیون از پشت به رون سیخونک زد که سریع‌تر حرکت کند. هر سه همراه با جمعیت دانش آموزان از پله بالا رفتند. از در عظیم ورودی که از جنس چوب بلوط بود گذشتند و وارد سرسرای ورودی قارمانندی شدند که مشعل‌های متعددی در آن روشن بود و پلکان مرمری با شکوه آن به طبقات بالاتر راه داشت. در سرسرای بزرگ در سمت راست قرار داشت و هری در میان جمعیت به سوی آن شتافت. در این میان نگاه گذرایی به سقف سحرآمیز آن انداخت که امشب ابری و تیره بود و همان وقت یک نفر آنها را صدا زد: پاتر، گرنجر، میخوام هر دوی شما را ببینم. هری و هرمیون شگفت زده برگشتند. پروفسور مک‌گونگال از بالای سر دانش آموزان آنها را صدا میکرد. او استاد درس تغییر شکل و رئیس گروه گریفندور بود. ساحره سختگیری بود که همیشه موهایش را پشت سرش جمع می کرد و قاب عینکش چارگوش بود. هری که دلش شور می زد به زحمت از میان جمعیت به طرف پروفسور مک‌گونگال رفت. هری در مقابل او همیشه احساس می کرد مرتکب خطایی شده است. پروفسور گفت: لازم نیست اینقدر نگران باشید، فقط می خوام توی دفترم با شما صحبت کنم. ویزلی تو برو. رون به پروفسور مک‌گونگال که هری و هرمیون را از جمع دوستانهشان دور میکرد خیره شد. آنها همراه او از سرسرای ورودی گذشتند، از پلکان مرمری بالا رفتند و به راهروی رسیدند. پروفسور در دفتر کوچکش که آتش گرم و مطبوعی در آن میسوخت آن دو را به نشستن دعوت کرد. خودش نیز پشت میز تحلیلش نشست و بی مقدمه گفت: قبل از رسیدن شما پروفسور لوپین جغدی فرستاد و برای من نوشته که تو در قطار مریض شدی پاتر. قبل از اون که هر چیزی بگوید ضربه‌ای به در خورد و خانم پامفری مسئول درمانگاه مدرسه با عجله وارد اتاق شد. هری احساس میکرد صورتش سرخ شده است. از هوش رفتن او به قدر کافی بد بود و نیازی به این همه هیاهو نداشت. هری گفت:
من حالم خوبه، لازم نیست منو. خانم پامفری حرف او رو نشنیده گرفت و خم شد که با دقت بیشتری او را نگاه کند و گفت: اه توی حتما دوباره کارهای خطرناک کردی. پروفسور مک‌گونگال گفت: یه دیوانه ساز اومده بوده پاپی. بین آن دو نگاه مبهمی رد و بدل شد. آنگاه خانم پامفری با ناخشنودی قرلولندی کرد، سپس در حالی که موهای هری را عقب می‌زد تا پیشانیش را لمس کند زیر لب گفت: دیوانه سازها رو دور و ور مدرسه پخش کردند. این تنها بچه‌ای نیست که از حال میره، بله عرق کرده. موجودات وحشتناکی‌اند، تأثیرشون روی افراد ضعیف هم ناجوره. هری حرف او را قطع کرد و گفت: من ضعیف نیستم. خانم پامفری که اکنون نبض او را گرفته بود با حواس پرتی گفت: البته که ضعیف نیستی. پروفسور مک‌گونگال با لحن خشکی گفت: وضعیتش چطوره؟ باید استراحت کنه؟ چطور امشب توی درمانگاه بمونه؟ هری از جایش پرید و گفت: من حالم خوبه. اگه به درمانگاه میرفت دراکو مالفوی چه میگفت؟ حتی تصورش هم برایش عذاب‌آور بود. خانم پامفری که حالا سعی میکرد چشمهای هری رو معاینه کند گفت: حداقل باید مقداری شکلات بخوره. هری گفت: قبلا خوردم، پروفسور لوپین بهم داد، به همه داد. خانم پامفری با خوشنودی گفت: راست میگی؟ خوبه، بالاخره یه استاد دفاع در برابر جادوی سیاه پیدا شد که از دارو درمان سر در بیاره. پروفسور مک‌گونگال به تندی گفت: پاتر، مطمئنی که حالت خوبه؟ هری گفت: بله. بسیار خوب، لطفاً چند دقیقه بیرون منتظر باش تا من و دوشیزه گرنجر درباره برنامه درسی صحبت کنیم. بعد همگی با هم برای برگزاری مراسم پایین میریم. هری و خانم پامفری به راه رو رفتن. خانم پامفری که زیر لب با خودش حرف میزد به درمانگاه برگشت. انتظار هری چند دقیقه بیشتر طول نکشید. هرمیون خوشحال و خندان بیرون آمد و پشت سرش پروفسور مک‌گونگال از دفترش خارج شد. هر سه از پلکان مرمری پایین آمدند و به سرسرای بزرگ رفتند. دریایی از کلاه‌های نوکتیز سیاه در مقابلشان بود. دانش آموزان پشت میزهای طویل نشسته بودند و چهره‌هایشان در زیر نور هزاران شمع که بر فراز میزها در هوا شناور بودند می‌درخشید. پروفسور فلیتویک، جادوگر موسفید و کوچک‌اندام، یک کلاه قدیمی و یک سپایه را از سرسرا بیرون می‌برد. هرمیون آهسته گفت: وای به گروه بندی نرسیدیم. دانش آموزان جدید هاگوارتس به وسیله کلاه گروه بندی در میان گروه ها تقسیم می شدن. هر دانش آموز کلاه را بر سر می گذاشت و کلاه نام مناسب ترین گروه برای او را با صدای بلند اعلام می کرد. گریفندور، رینولکا، هافلپاف و اسلایترین. پروفسور مک‌گونگال با گام های بلند به طرف صندلی خالیش سر میز اساتید رفت. هری و هرمیون در جهت مخالف او به سرعت خود را به میز گریفندور رساندند. وقتی از عقب سرسرا می آمدند همه آن دو راه نگاه می کردند و چند نفر با دست هری را نشان می دادند. آیا خبر از هوش رفتن هری در حضور آن دیوان ساز به این سرعت پیچیده شده بود؟ او و هرمیون در دو طرف رون که برایشان جا گرفته بود نشستند. رون زیر لب به هری گفت: قضیه چی بود؟ هری با صدای آهسته شروع کرد به توضیح دادن، اما وقتی مدیر مدرسه برای سخنرانی از جایش برخاست حرفش را قطع کرد. پروفسور دامبلدور با وجود کهولت سن مردی پر جنب و جوش بود. مو و ریش بلند و نقره‌فامش به پایش می رسید. بینیش عقابی بود و عینکی با قاب نیم دایره‌ای به چشم می زد. از او همیشه به عنوان بهترین جادوگر قرن یاد می شد. اما این علت احترام فراوان هری نسبت به او نبود. همه به آلبوس دامبلدور اعتماد داشتند. هری با دیدن چهره متبسم او در میان دانش آموزان برای اولین بار پس از ملاقات با آن دیوان ساز احساس آرامش میکرد. دامبلدور که ریش نقره فامش در نور شمع‌ها میدرخشید گفت: به هاگوارتس خوش آمدید. آغاز سال تحصیلی جدید رو بهتون تبریک میگم. باید چند نکته رو بهتون متذکر بشم و چون یکی دو نکته از همه مهمترند قبل از شام لذیذ و مفصلی که براتون تدارک دیدیم اونا رو توضیح میدم. دامبلدور صدایش را صاف کرد و ادامه داد:
همونطور که بعد از بازرسی قطار سریع السیر هاگوارتس متوجه شدین، مدرسه ما میزبان گروهی از دیوان سازهای آزکابانه که به دستور وزارت سحر و جادو به اینجا اعزام شدن. دامبلدور لحظه درنگ کرد و هری به یاد حرف آقای ویزلی افتاد که گفته بود دامبلدور از نگهبانی دیوان سازها در اطراف مدرسه چندان خوشنود نیست. دامبلدور ادامه داد اونا جلوی همه درهای ورودی مستقرن و تا زمانی که در اینجا حضور دارن هیچ کس نباید بدون اجازه از مدرسه خارج بشه. دیوان سازها نه با دوز و کلک فریب میخورن، نه با تغییر قیافه. حتی شنل نامرئی هم نمیتونه اونا رو فریب بده. رون و هری به هم نگاه کردن. دامبلدور ادامه داد طبیعت دیوان سازها طوریه که خواهش یا عذرخواهی رو درک نمیکنن. بنابراین به تک تک شماها هشدار میدم اگر میخواهید از آسیب اونا در امان بمونید بهانه‌ای به دستشون ندید. من از شما شاگردان ارشد و سرپرستهای دانش آموزان میخوام که مراقب باشید دانش آموزی به چنگ دیوان سازها نیفته. پرسی که چند صندلی با هری فاصله داشت سینه‌اش را جلو داد و با خودپسندی به اطرافش نگاه کرد. دامبلدور لحظه‌ای مکث کرد و با قیافه‌ای بسیار جدی دانش آموزان را از نظر گذراند. همه ساکت بودند. هیچ کس از جایش تکان نمی‌خورد. دامبلدور ادامه داد نکته بعدی خوشحال کننده است. امسال مفتخرم که به دو استاد جدیدمون خوش آمد بگم. اولین استاد پروفسور لوپینه که تدریس درس دفاع در برابر جادوی سیاه رو متقبل شده. صدای تشویق پراکنده و نسبتاً بی علاقه دانش آموزان بلند شد. فقط آنها که در قطار در کوپه پروفسور لوپین حضور داشتند از جمله هری مشتاقانه کف می زدند. پروفسور لوپین در کنار سایر اساتید که بهترین رداهایشان را پوشیده بودند بسیار ژنده پوش به نظر می رسید. رون آهسته در گوش هری زمزمه کرد اسنیپ رو نگاه کن. پروفسور اسنیپ استاد معجون‌ها به پروفسور لوپین خیره شده بود. همه می‌دانستند که اسنیپ می‌خواست درس دفاع در برابر جادوی سیاه را خودش تدریس کند. اما حتی هری که از اسنیپ متنفر بود از مشاهده چهره لاغر و رنگ پریده او که به شدت در هم و اخمالود بود به حیرت افتاد. چیزی فراتر از خشم بر چهرش سایه افکنده بود و آن چیزی جز انزجار نبود. هری به خوبی با این حالت چهره او آشنا بود. هر بار هری را می دید همین حالت در چهرهش پدیدار می شد. پس از فروکش کردن ابراز احساسات پراکنده دانش آموزان برای پروفسور لوپین، دامبلدور ادامه داد و اما دومین استاد جدید. متاسفانه پروفسور کتلبورن استاد درس مراقبت از موجودات جادویی در پایان سال تحصیلی گذشته بازنشسته شد تا فرصت بیشتری داشته باشه و به کارهای دلخواهش بپردازه. اما جای هیچ نگرانی نیست، چون جانشین او کسی نیست جز ریبوس هاگرید که علاوه بر شغل قبلیش تدریس این درس رو هم عهده‌دار شده. هری، رون و هرمیون مات و مبهوت به هم نگاه کردند. بعد همراه با سایر دانش آموزان کف زدند. ابراز احساسات دانش آموزان گریفندور از همه پرشورتر بود. هری به جلو خم شد که بتواند هاگرید را ببیند. هاگرید که مثل لبو قرمز شده بود سرش را پایین انداخته و به دستهای بزرگش نگاه میکرد. لبخند حاکی از رضایتش در زیر ریشهای نامرتبش پنهان شده بود. رون مشتش را روی میز کوبید و با خوشحالی گفت خودمون باید حدس میزدیم. کی غیر از هاگرید یک کتاب گزنده رو به عنوان کتاب درسی تعیین میکنه؟ هری، رون و هرمیون آخرین کسانی بودند که از کف زدن دست کشیدند و قبل از آن که پروفسور دامبلدور به صحبتش ادامه بدهد از هاگرید که با گوشه رومیزی اشکایش را پاک میکرد چشم بر نداشتند. دامبلدور گفت نکته مهم دیگه‌ای باقی نمونده، بهتر جشن و سرورمون رو شروع کنیم. ناگهان همه بشقاب‌ها و جام‌های طلا پر از غذا نوشیدنی شدند. هری که تازه فهمیده بود چقدر گرسنه است از همه غذاهایی که در دسترسش بود مقداری برای خود ریخت و مشغول خوردن شد. همه غذاها خوشمزه و لذیذ بودند. صدای برخورد کارد و چنگالها همراه با صدای خنده و گفتگوی دانش آموزان در سرسرا می پیچید. هری، رون و هرمیون دلشان می خواست هر چه زودتر غذایشان را بخورند تا بتوانند با هاگرید صحبت کنند. آنها می دانستند که آموزگار شدن چقدر برای هاگرید مهم و ارزشمند است.
هاگرید جادوگر برجسته و ممتازی نبود. زمانی که دانش آموز سال سوم هاگوارتس بود، برای جرمی که مرتکب نشده بود از مدرسه اخراج شد. این هری، رون و هرمیون بودند که لکه این ننگ را سال گذشته از دامان هاگرید پاک کردند. سرانجام وقتی آخرین تکه های ژله میوه‌ای در دیس های طلا نیز تمام شد، دامبلدور اعلام کرد که زمان استراحت دانش آموزان فرا رسیده و از همه خواست که به خوابگاهشان بروند. این زمان فرصت مناسبی برای گفتگو با هاگرید بود. وقتی چشم هاگرید به آنها افتاد، با دستمال صورت نورانیش را پاک کرد و گفت: ستایتون اینجایین؟ باورم نمیشه. این دامبلدور عجب مرد خوبیه. وقتی پروفسور کتلبورن گفت که دیگه نمیتونه درس بده، دامبلدور یه راست اومد به کلبه خرابه من. این کاریه که همیشه آرزوشو داشتم. هاگرید که احساساتی شده بود دستمالش رو جلوی صورتش گرفت و همان وقت پروفسور مکگونگال آنها را از آنجا راند. هری، رون و هرمیون به سیل خروشان دانش آموزان گریفندور که حالا دیگر خسته و بی‌رمق بودن پیوستند. از پله‌های مرمری بالا رفتند و بعد از گذشتن از چند راهرو و چندین پله دیگر به در مخفی برج گریفندور رسیدند. بانوی چاق صورتی پوش از داخل تابلو پرسید: اسم رمز؟ پرسی که از عقب جمعیت جلو می آمد فریاد زد: اومدم، اسم رمز جدید فورچونا ماژوره. فورچونا ماژور به معنی اقبال بلند. نویل لانگ باتم با ناراحتی گفت: وای نه. به خاطر سپردن اسامی رمز برایش دشوار بود. تابلو به جلو چرخید و آنها از حفره پشت تابلو وارد سالن عمومی برج شدند و از آنجا دخترها و پسرها هر یک به سوی پلکان ویژه خود رفتند. هری از پلکان مارپیچ بالا رفت. چنان از بازگشت به هاگوارتس شادمان بود که به هیچ چیز دیگری فکر نمی کرد. سرانجام به خوابگاه دایره‌ای شکل آشنا و پنج تخت خواب پرده‌دار آن رسید. هری نگاهی به گوشه و کنار آن انداخت و نفس راحتی کشید. فصل ششم، چنگال تیز و توفاله‌های چای. صبح روز بعد وقتی هری، رون و هرمیون برای صرف صبحانه وارد سرسرای بزرگ شدند، چشمشان به دراکو مالفوی افتاد. او عده زیادی از دانش آموزان اسلایترین را دور خود جمع کرده بود و ظاهراً ماجرای بسیار مضحکی را برایشان تعریف میکرد. وقتی از کنارش میگذشتند، با قیافه مسخری ادای قش کردن را درآورد و صدای شلیک خنده اطرافیان در فضا پیچید. هرمیون که درست کنار هری بود گفت: ولش کن، فایده ای نداره که. در این زمان پانسی پارکینسون، یکی از دخترهای گروه اسلایترین که بینی پهنی داشت، گفت: آهای پاتر، دیوونه سازها دارن میان پاتر. او هری سر میز گریفندور کنار جورج ویزلی نشست. جورج گفت: بفرمایید، اینم برنامه درسی کلاس سومی ها. سپس برنامه ها را به آنها داد و گفت: هری، چرا ناراحتی؟ رون که لحظه ای از میز اسلایترین چشم بر نمی داشت، طرف دیگر جورج نشست و گفت: امان از دست این مالفوی. جورج سرش را بلند کرد و درست در همان لحظه مالفوی وانمود کرد که از وحشت قش کرده است. جورج به آرامی گفت: عجب احمقیه، دیشب که دیوانه سازها توی قطار بودن، خودش از همه بدتر بود. فوراً دوید و آمد توی کوپه ما. مگه نه فرد؟ فرد نگاه تحقیرآمیزی به مالفوی انداخت و گفت: نزدیک بود خودشو خیس کنه. جورج گفت: منم حال روز خوبی نداشتم. دیوانه سازها موجودات وحشتناکی هستند. فرد گفت: انگار تمام وجود آدمو منجمد میکنن، نه؟ هری با صدای آرامی گفت: هیچ کدومتون بیهوش نشدین، درسته؟ جورج با خوشحالی گفت: هری فراموشش کن. یه بار بابا به آزکابان رفته بود، یادت فرد؟ میگفت از اونجا بدتر توی دنیا وجود نداره. وقتی از اونجا برگشت بیحال بود و میلرزید. دیوانه سازها تمام شادی و نشاط فضای اطرافشون رو میبلعن. اکثر زندانی های آزکابان آخرش دیوونه میشن. فرد گفت: قیافه مالفوی بعد از اولین مسابقه کویدیچ دیدن داره. مگه یادتون رفته اولین مسابقه این ترم بین تیم های گریفندور و اسلایترینه؟ هری و مالفوی فقط در یک مسابقه کویدیچ در مقابل هم بازی کرده بودند و همانجا معلوم شده بود که مالفوی بازیکن ماهری نیست.
هری که ناراحتیش قدری فروکش کرده بود مشغول خوردن سوسیس و گوجه فرنگی سرخ کرده شد. هرمیون که سرگرم خواندن برنامه درسیش بود با خوشحالی گفت: آخ جون، امروز درس‌های جدیدمون شروع میشه. رون از بالای شانه هرمیون نگاهی انداخت، اخمهایش رو در هم کشید و گفت: هرمیون، درس‌هات با هم تداخل داره؟ ببین، روزی 10 تا کلاس داری، وقت نداری که به همه کلاس‌ها برسی. از پسش برمیایم، من و پروفسور مک‌گونگال با همین برنامه رو نوشتیم. رون خندید و گفت: اینجا رو ببین، برنامه امروز صبحت رو دیدی؟ ساعت 9 پیشگویی، دوباره زیرش نوشته ساعت 9 علوم مشنگ‌ها. رون خم شد که برنامه درسی هرمیون رو بهتر ببینه و با ناباوری گفت: نگاه کن، زیر اونم نوشته ریاضیات جادویی. ساعت 9. میدونم شاگرد زرنگی هستی، اما دیگه هیچ کس نمیتونه اینقدر زرنگ باشه. آخه چطوری میتونی در یک ساعت سر 3 کلاس باشی؟ هرمیون به تندی گفت: مسخره بازی در نیار رون، معلومه که نمیتونم در آن واحد سر 3 تا کلاس حاضر بشم. خب پس، هرمیون گفت، ظرف مارمالاد رو بده به من. وای رون، تو چه کار داری که برنامه درسی من یه ذره سنگینه؟ گفتم که من و پروفسور مک‌گونگال با همین برنامه رو تنظیم کردیم. در همون لحظه هاگرید وارد سرسرای بزرگ شد. پالتوی بلندش رو که از پوست موش کور درست شده بود به تن داشت و با حواس پرتی جسد یک راسوی قطبی رو در دست بزرگش تاب می‌داد. قبل از رسیدن به میز اساتید لحظه ای ایستاد و با شروع شوق گفت: چطورین؟ اولین کلاس هم کلاس شماست، درست بعد نهار، ساعت 5 صبح. بیدار شدم که همه چی رو حاضر کنم. خدا کنه بشه که من معلم خوبی باشم. لبخند مهرامیزی به آنها زد و در حالی که هنوز جسد راسو را تاب میداد به طرف میز اساتید رفت. رون با چهره نگران گفت: خدا میدونه چی رو برامون حاضر کرده. سرسرا خلوت شده بود. دانش آموزان یکی پس از دیگری برای حضور در اولین کلاس درسشان از آنجا خارج می شدن. رون به برنامهش نگاهی انداخت و گفت: بهتره دیگه بریم. کلاس پیشگویی بالای برج شمالی تشکیل میشه. 10 دقیقه طول میکشه تا به اونجا برسیم. با عجله صبحانهشان را خوردند، با فرد و جورج خداحافظی کردند و به سوی در سرسرا رفتند. وقتی از کنار میز اسلایترین میگذشتند، مالفوی یک بار دیگر ادعای غش کردن را درآورد و صدای قهقهه دانش آموزان گروه اسلایترین را بدرقه راه هری کرد. مسیر برج شمالی از داخل قلعه بسیار طولانی بود. گرچه 2 سال در هاگوارتس تحصیل کرده بودند، هنوز همه جای قلعه را نمی‌شناختند. از سوی دیگه هیچ وقت وارد برج شمالی نشده بودند. هنگامی که از 7 پلکان دور و دراز بالا می رفتن، رون که به نفس افتاده بود گفت: حتما یه راه میونبر داره. در انتهای پلکان به پاگردی رسیدن که در آن هیچ چیز نبود جز یک نقاشی بزرگ از یک چمنزار خالی که روی دیوار سنگی نصب شده بود. هرمیون به راهروی در طرف راستشان نگاه کرد و گفت: مثل اینکه باید از این طرف بریم. رون گفت: نه، اون طرف جنوبه. از پنجرش بیرون رو نگاه کن، یه ذره از دریاچه معلومه. هری سرگرم تماشای نقاشی بود. یک اسب کوتوله چاق با لکه‌های خاکستری سلانه سلانه وارد چمنزار شد و با خونسردی به چریدن پرداخت. هری میدانست که شخصیت‌های اصلی تابلوهای هاگوارتس قابشان را ترک می‌کنند و به دیدن هم می‌روند. از تماشای این تابلوها همیشه لذت می بود. کمی بعد یک شوالیه چاق و قد کوتاه که زرهی به تن داشت جیرینگ جیرینگ به دنبال اسبش وارد نقاشی شد. از چمنهای چسبیده به زانوهای فلزیش معلوم بود که از اسب به زمین افتاده است. همین که چشمش به هری، رون و هرمیون افتاد فریاد زد: آهای، اینها که بی اجازه وارد املاک شخصی من شدند کیستند؟ آمده اید که سقوط مرا از اسب به سخره بگیرید؟ شمشیرهایتان را بیرون بکشید ای سگ‌های پلید. آنها با حیرت شوالیه را تماشا می‌کردند. شوالیه کوچک به زحمت شمشیرش را از غلاف بیرون کشید و در حالی که با چهره‌ای غضبناک بالا و پایین می‌پرید شمشیر را در هوا تکان داد. اما شمشیر برای او بیش از اندازه بزرگ بود. با یک چرخش تون تعادلش را از دست داد و با صورت بر روی چمنها افتاد.
هری جلوتر رفت و گفت حالتون خوبه؟ جلو نیا ای خود ستای پس فطرت، جلو نیا ای دغل. شوالیه دوباره شمشیرش را به دست گرفت و با کمک آن از جایش برخاست. نوک شمشیر در زمین فرو رفته بود. شوالیه با تمام نیرویش آن را کشید اما نتوانست آن را درآورد و دوباره روی چمنها افتاد. ناچار شد نقاب کلاه خودش را بالا بزند تا بتواند عرق صورتش را پاک کند. هری که دید شوالیه از نفس افتاده فرصت را غنیمت شمرد و گفت ببینید ما میخواییم به برج شمالی بریم، شما راهو بلدین؟ بلا فاصله خشم شوالیه فروکش کرد و گفت پس سوال داشتید. در حالی که با حرکت او زرهش جیرینگ جیرینگ صدا میداد از جایش بلند شد و فریاد زد دنبال من بیایید دوستان عزیز، یا به هدفمان میرسیم یا در راه رسیدن به آن شجاعانه کشته میشویم. بار دیگر سعی کرد شمشیرش را بردارد اما بیفایده بود. سعی کرد سوار اسب کوتوله‌اش شود اما باز هم موفق نشد و گفت پس پیاده میرویم. آقایان و خانم محترم بیایید بیایید. شوالیه از سمت چپ قاب شروع به دویدن کرد و صدای جیرینگ جیرینگ زرهش بلندتر از قبل به گوش می رسید. شوالیه در تصویر ناپدید شد اما آنها با شنیدن صدای زرهش او را دنبال کردند و در راه رو پیش رفتند. گاه و بیگاه او را در یکی از تابلوها می دیدند که با سرعت می دوید. شوالیه نعره زد شجاع باشید، حوادث ناگواری در پیش رو دارید. سپس او را در یکی از تابلوها دیدند که جلوی گروهی از زنان با دامنهای آهاردار و چهرههای مضطرب ایستاده بود. آن تابلو بر روی دیوار باریک یک پلکان مارپیچی قرار داشت. هری، رون و هرمیون که به نفس نفس افتاده بودند از پلکان مارپیچی تنگ بالا رفتند. هرچه بالا می رفتند سرشان بیشتر گیج می رفت تا اینکه سرانجام صدای همهمه مبهمی را بالای سرشان شنیدند و فهمیدند به کلاسشان رسیدند. شوالیه سرش را از تابلویی که چند راهب خطاکار را نشان می داد بیرون آورد و گفت خدا نگهدار، خدا نگهدار هم رزمان من. هر وقت به شخصی با بازوهای پولادین و قلبی پاک نیاز داشتین به سراغ سر کادوگان بیایید. وقتی شوالیه ناپدید شد رون گفت باشه، هر وقت به دیوونه روانی احتیاج داشتیم خبرت میکنیم. آخرین پله ها را نیز پشت سر گذاشتند و به پاگرد کوچکی رسیدند که اکثر دانش آموزان کلاس در آنجا جمع شده بودند. این پاگرد هیچ دری نداشت. رون به هری سقلمه زد و به سقف اشاره کرد. آنجا یک دریچه گرد بود که روی آن یک پلاک برنجی قرار داشت. هری نوشته روی پلاک را خواند: سیبل تریانی، استاد پیشگویی. هری گفت حالا ما چطوری باید بریم بالا؟ ناگهان دریچه باز شد و یک نردبان نقره‌ای رنگ درست جلوی پای هری پایین آمد. گویی در پاسخ به پرسش هری آن نردبان نازل شده بود. همه ساکت شده بودند. رون خندید و به هری گفت اول شما بفرمایید. بنابراین هری اولین کسی بود که از نردبان بالا رفت. در تمام عمرش کلاسی عجیبتر از این کلاس ندیده بود. در واقع اصلا به کلاس درس شباهتی نداشت. آمیزه‌ای بود از یک اتاق زیرشیروانی و یک قهوه خانه قدیمی. دست کم 20 میز گرد و کوچک را درون آن جا داده بودند و دور همه آنها صندلی‌های راحتی ارزان قیمت و کهسن‌های پفدار چیده بودند. نور قرمز کمسوی اتاق را روشن می‌کرد. تمام پرده ها را کشیده بودند و روی بسیاری از چراغ ها را با پارچه قرمز رنگ پوشانده بودند. گرمای اتاق خفه کننده بود. تاخچه بالای بخاری دیواری نامرتب و شلوغ بود. از کتری مسی بزرگی که روی آتش بخاری دیوار می جوشید بخار غلیظ و نامطبوعی بیرون می آمد. قفسه های دور تا دور دیوارهای مدور از اشیای گوناگون لبریز بود. مقدار زیادی پر خاک گرفته، شمع‌های نیم سوخته، دسته‌های ورق کهنه و پاره، تعداد بیشماری گوی بلورین و تعداد بسیار زیادی فنجان در قفسه‌ها به چشم می‌خورد. رون بعد از هری وارد کلاس شد و بقیه دانش آموزان پچ پچ کنان دور آنها جمع شدند. رون گفت: پس اونجا کجاست؟ ناگهان صدای ملایم و مرموزی از دور به گوش رسید که می‌گفت: خوش آمدید. خوشحالم که بالاخره در دنیای مادی شما را دیدم.
با شنیدن این صدا اولین تصویری که به ذهن هری رسید تصویر یک حشره بزرگ و درخشان بود. پروفسور تریلانی از فضای تاریک بیرون آمد و دانش آموزان در نور آتش چهره او را دیدند. ساحره بسیار لاغری بود که عینک بزرگش چشمهایش را چند برابر بزرگتر میکرد. شال توری پولک دوزی شده ای را دور خود پیچیده بود. زنجیرها و خرمهرهای بیشماری از گردن باریکش آویزان بود. تعداد زیادی علنگو و دستبند در دستهایش و چندین خلخال در مچ پاهایش به چشم میخورد. پروفسور گفت: بنشینید فرزندانم، بنشینید. همه دانش آموزان یا روی صندلی های راحتی نشستند یا در کوسن های پفی فرو رفتند. هری، رون و هرمیون دور یک میز نشستند. پروفسور نیز روی یک صندلی راحتی با پشتی بلند و زاویه دار جلوی آتش نشست و گفت: به کلاس پیشگویی خوش آمدید. گمان نمی کنم قبلا منو دیده باشید. دریافتم که اگر زیاد پایین بروم جنب و جوش و هیاهوی مدرسه چشم درونم رو تار میکنه. هیچ کس در پاسخ به این حرف عجیب چیزی نگفت. پروفسور تریلانی به ملایمت شالش را مرتب کرد و گفت: خب پس شما درس پیشگویی رو انتخاب کردین که از همه فنون جادوگری سخت داره. بگذارید از همین اول به شما بگم که اگر روشنبینی نداشته باشید من چیز زیادی نمیتونم به شما یاد بدم. در این درس کتاب‌ها کمک چندانی به شما نمی‌کنند. با این جمله هری و رون به هم نگاه کردند و به هرمیون که از شنیدن این جملات مات و مبهوت مونده بود پوزخند زدند. پروفسور تریلانی که با چشم‌های درشت و درخشانش چهره‌های مضطرب دانش آموزان را از نظر می‌گذراند ادامه داد: بسیاری از جادوگرها و ساحره‌ها با اینکه در زمینه انفجارهای بزرگ بوهای گوناگون و ناپدید شدن ناگهانی استعداد فراوانی داشتند، در زمینه رمز و رازهای پنهان آینده راه به جایی نبردند. این موهبتی است که فقط به افراد نادری عطا شده پسرم. او بی مقدمه نویل را مخاطب قرار داد و نویل از روی کوسن به زمین افتاد. پروفسور ادامه داد: حال مادر بزرگت خوبه؟ نویل با ترس و لرز گفت: بله عزیزم، اگه جای تو بودم آنقدرها از این بابت مطمئن نبودم. نویل به زحمت آب دهانش رو قورت داد. پروفسور تریلانی که گوشواره های زمردش در نور آتش می درخشید با خونسردی گفت: امسال روش های ابتدایی پیشگویی رو به شما آموزش میدم. در ترم اول تفسیر فال چای رو یاد می گیرید. ترم بعد به کفبینی می رسیم. راستی عزیزم، ناگهان بی مقدمه به پروتی پیتل گفت: مواظب یه مرد سرخمو باش. پروتی با قیافه حیرت زده به رون که درست پشت سر او نشسته بود نگاهی کرد و صندلیش را به کنار کشید تا از او دور باشد. پروفسور تریلانی ادامه داد: در ترم تابستان به مبحث گویهای بلورین می رسیم. البته اگر فال آتش را تمام کرده باشیم. متاسفانه در ماه فوریه به دلیل شیوع آنفولانزا در درسمون وقفه ای خواهیم داشت. حتی صدای خود من هم کاملا میگیره. هول و هوش عید پاک یک نفر از این جمع برای همیشه ترکمون میکنه. بعد از این جمله سکوت سنگینی بر فضا حاکم شد. اما ظاهرا پروفسور توجهی به آن نداشت و به لاوندر براون که از همه به اون نزدیکتر بود و روی صندلیش کس کرده بود گفت: عزیزم، میتونی بزرگترین قوری نقره رو به من بدی؟ لاوندر که خیالش راحت شده بود از جایش برخاست. یک قوری بزرگ را از قفسه برداشت و روی میز جلوی پروفسور گذاشت. پروفسور گفت: متشکرم عزیزم. راستی اون چیزی که ازش وحشت داری روز جمعه 16 اکتبر اتفاق میفته. لاوندر لرزید. پروفسور گفت: خب حالا به گروه های 2 تقسیم بشه. بعد از قفسه فنجان بردارید و بیایید اینجا تا من براتون چای بریزم. و بعد بنشینید و چای رو بنشوید و فقط توفاله چای رو در فنجان باقی بگذارید و فنجان رو برگردونید. وقتی آخرین قطره های چای توی نلبکی ریخت، فنجان رو به دست دوستتون بدید که فالتون رو بگیره. برای تفسیر کتاب و شکلها میتونید به صفحه 56 کتاب روشنبینی آینده مراجعه کنید. من خودم سر میزهاتون میام و راهنماییتون میکنم. ناگهان آستین نویل را که تازه میخواست از جایش بلند شود گرفت و گفت: آهای عزیزم،
وقتی اولین فنجانت رو شکستی خواهش میکنم از فنجانهای گل آبی بردار. آخه من از رنگ صورتی خیلی خوشم میاد. پیشبینی پروفسور تریلانی زودتر از آن که انتظار میرفت به وقوع پیوست. همین که نویل به قفسه ظروف چینی نزدیک شد، صدای شکستن چیزی به گوش رسید. پروفسور با جارو و خاکنداز آهسته به نویل نزدیک شد و گفت: عزیزم، خواهش میکنم یکی از اون آبیا رو بردار. متشکرم. وقتی پروفسور در فنجانهای هری و رون چای ریخت، سر میز خود برگشت تا هر چه زودتر چای داغ را بنوشد. همانطور که پروفسور گفته بود، تفاله های چای را در فنجان گرداندند و بعد فنجان را در نلبکی وارونه گذاشتند تا آخرین قطره های چای در آن ریخت. سپس فنجان هایشان را با هم عوض کردند. هر دو کتاب هایشان را سر صفحه 56 آوردند و رون گفت: خب توی فنجان من چی میبینی؟ هری که در اثر هوای خفه و دم کرده کلاس خوابالود و بی‌حوصله شده بود گفت: یا عالمه لکه قهوه‌ای خیس. پروفسور تریلانی با صدای بلند گفت: عزیزان من، ذهنتون رو باز نگه دارید، بگذارید چشمتون از دنیای مادری فراتر بره. هری خود رو جمع جور کرد و گفت: یه چیزی شبیه به صلیبه. بعد به کتاب روشنبینی آینده مراجعه کرد و ادامه داد: معنیش اینه که گرفتاری و رنج زیادی در پیش داری. برات متاسفم، اما اینجا یه چیزیه که مثل خورشیده. صبر کن ببینم یعنی چی. یعنی سعادت بزرگ. پس یعنی این که تو در آینده خیلی رنج میکشی اما خیلی خوشبخت میشی. رون گفت: به نظر من چشم درون تو باید معاینه بشه. از آنجا که پروفسور تریلانی رویش به آنها بود، ناچار شدن جلوی خندهشان را بگیرند. رون گفت: حالا نوبت منه، و با دقت به درون فنجان هری نگاه کرد. رون که از دقت زیاد به پیشانیش چین افتاده بود گفت: اینجا یه لکه هست که شبیه کلاه‌های نظامیه، شاید در آینده در وزارت سحر و جادو کار بکنی. سپس فنجان را از طرف دیگر نگه داشت و گفت: اما از این طرف بیشتر شبیه میوه بلوطه. بلوط چیه؟ در کتابش به دنبال تفسیر آن گشت و گفت: طلای غیر منتظره و باد آورده. عالیه، باید یه مقداریشو به من قرض بدی. یه چیز دیگه هم اینجا هست. دوباره فنجان را برگردان و گفت: که شبیه جونوره. آره، اگه این سرش باشه شبیه هیپو، نه یه گوسفنده. هری پوزخند زد و پروفسور تریلانی رویش را به طرف آنها برگردان. سپس با سرعت خود را به میز آنها رساند. فنجان هری را از دست رون قاپید و با لحن سرزنش‌آمیزی گفت: عزیزم، بده من ببینم. همه ساکت شدند و به او چشم دوختند. پروفسور تریلانی فنجان را در خلاف جهت عقربه‌های ساعت می‌گرداند و با دقت درون آن را نگاه می‌کرد. سرانجام گفت: یه باز. عزیزم، یه دشمن خطرناک داری. هرمیون با صدای نسبتاً بلندی خندید: اینو که همه می‌دونن. پروفسور تریلانی به هرمیون چشم خوره رفت و هرمیون گفت: میدونن دیگه، همه قضیه هری و اسمش و نبر رو میدونن. هری و رون با نگاهی آمیخته به حیرت و تحسین به او خیره شدند. هرمیون تا اون روز هیچ وقت با استادها چنین برخوردی نکرده بود. پروفسور تریلانی اعتنا نکرد، دوباره به فنجان هری نگاه کرد و به چرخاندن آن ادامه داد و سپس گفت: یه چماق، یه حمله. عزیزم، این فنجان اصلا امیدوار کننده نیست. رون با ترس و لرز گفت: من فکر کردم اون یه کلاه نظامیه. پروفسور گفت: نه جمجمه عزیزم، خطری سر راهته. همه مات و مبهوت به پروفسور نگاه می‌کردند و او بار دیگر فنجان را چرخاند. از تعجب نفسش در سینه حبس ماند و سپس جیغ کشید. دوباره صدای شکستن چیزی به گوش رسید. نویل دومین فنجان را نیز شکسته بود. پروفسور تریلانی روی یکی از صندلی‌های خالی نشست. دست پر زرق و برقش را روی سینه‌اش گذاشت و چشمایش را بست و گفت: پسر عزیزم، پسر بیچاره من، نه، بهتر چیزی نگم، نه، خواهش می‌کنم از من نپرس. دین توماس بلافاصله گفت: اون چی بود پروفسور؟ همه از جایشون بلند شده بودند و آهسته دور میز هری و رون جمع می‌شدند. می‌خواستند به پروفسور تریلانی نزدیک شوند و فنجان هری را ببینند. پروفسور چشم‌های درشتش را باز کرد و گفت: عزیزم، توی فنجان تو یه طالع نحس هست. هری گفت: یه چی؟
هری اطمینان داشت تنها خودش نیست که منظور پروفسور را نمی فهمد. دین توماس شانه هایش را بالا انداخت. لاوندر براون گیج و متحیر بود، اما بقیه از وحشت دست ها را جلوی دهانشان گرفته بودند. پروفسور که از سردرگمی هری متعجب شده بود فریاد زد: طالع نحس عزیزم، طالع نحس. همون سگ بزرگ و شبح مانندی که در حیات کلیسا پرسه میزنه. پسر خوبم، این یه علامته، بدترین علامت، علامت مرگه. دل هری در سینه فرو ریخت. آن سگی که روی جلد کتاب نشانه های شوم مرگ بود، آن سگ سیاه و بزرگ در خیابان ماگلونیا. لاوندر براون نیز از ترس دستش را به دهانش برد. همه به هری نگاه می‌کردند، همه جز هرمیون که از جایش برخاست و به پشت صندلی پروفسور تریلانی رفت و با صراحت گفت: به نظر من که شبیه طالع نحس نیست. پروفسور با نفرت بی اندازه‌ای به او نگاه کرد و گفت: منو ببخش که اینو میگم، ولی عزیزم، حاله‌های اطراف بدن تو خیلی ناچیزه. گیرندگی تو برای درک ارتعاش‌های آینده خیلی ضعیفه. سیمون فینینگان به نشانه مخالفت سرش رو تکان داد و گفت: اگه کسی اینجوری نگاه کنه شبیه طالع نحس. سپس چشمانش را نیمه باز کرد، بعد کمی به سمت چپ خم شد و ادامه داد: اما از این طرف بیشتر شبیه اولاغه. پس کی تمومش میکنین؟ تا کی میخواین درباره مرگ و زندگی من تصمیم گیری کنیم؟ این صدای هری بود و حتی خودش نیز از حرف خودش تعجب کرد. حالا دیگه هیچ کس نمیخواست به هری نگاه کنه. پروفسور با قیافه‌ای بسیار مرموز گفت: برای امروز تا همینجا کافیه. بله، وسایلتون رو جمع کنید. همه آهسته فنجان‌ها رو به او دادن و کتاب‌ها را در کیفشان گذاشتن. حتی رون هم نگاهش را از هری می‌دزدید. پروفسور تریلانی که صدایش به زحمت در می‌آمد گفت: امیدوارم تا جلسه بعد بخت یارتون باشه. راستی عزیزم، به نویل اشاره کرد و گفت: چون دفعه بعد دیر به کلاس میرسی، سعی کن کمی جلوتر رو هم بخونی که عقب نیفتی. هری، رون و هرمیون از نردبان پروفسور پایین اومدن و پلکان مارپیچی رو رفتن و بدون آنکه چیزی به هم بگویند به کلاس تغییر شکل پروفسور مک‌گونگال رفتن. گرچه کلاس پیشگویی زود تعطیل شده بود، پیدا کردن کلاس تغییر شکل پروفسور مک‌گونگال آنقدر طول کشید که چندان زودتر از شروع کلاس ما آنجا نرسیدند. هری یکی از صندلی‌های آخر کلاس را انتخاب کرد و روی آن نشست. با این حال احساس می‌کرد وسط یک صحنه نمایش نشسته است. همه زیر چشمی به او نگاه می‌کردند، گویی هر لحظه ممکن بود که بمیرد. هنگامی که پروفسور مک‌گونگال درباره جانورنماها، جادوگرهایی که می‌توانستند به اختیار خود به شکل جانوران در بیایند، صحبت می‌کرد، حواس هری پرت بود. حتی زمانی که پروفسور مک‌گونگال جلوی چشم همه خود را به شکل یک گربه کوچک و ظریف درآورد که خطوط دور چشمانش شبیه عینک بود، هری او را ندید. پروفسور مک‌گونگال با صدای انفجاری به شکل واقعیش تبدیل شد. به بچه های کلاس خیره شد و گفت: شما امروز چتون شده؟ این اولین باری که من در کلاسی تغییر شکل میدم، اما هیچ کس تشویقم نمی کنه. البته اصلا مهم نیست. بار دیگر همه سرها به طرف هری برگشت، اما هیچ کس حرفی نزد. آنگاه هرمیون دستش را بلند کرد و گفت: ببخشید پروفسور، ما همین الان از کلاس پیشگویی اومدیم، اونجا فال چای گرفتیم. و پروفسور مک‌گونگال اخ کرد و گفت: آهان، فهمیدم. حالا فهمیدم دیگه لازم نیست بقیش رو تعریف کنی. دوشیز گرنجر، بگین ببینم امسال کی قراره بمیره؟ همه به او خیره شدن. سرانجام هری گفت: من. پروفسور مک‌گونگال با چشمهای ریزش به هری نگاه کرد و گفت: که اینطور. پاتر، بهتر اینو بدونی که از روزی که پروفسور تریلانی به این مدرسه اومده، هر سال مرگ یک دانش آموز رو پیشگویی کرده، ولی هنوز هیچ کدوم از اونا نمردن. او با دیدن علامت مرگ به کلاس‌های جدیدش خوش آمد میگه و از این کار لذت فراوانی میبره. حیف که نمیخوام پشت سر همکاران بدگویی کنم. پره‌های بینی پروفسور مک‌گونگال سفید شده بود، اما با آرامش بیشتری ادامه داد: پیشگویی مبهمترین شاخه جادوگریه. بگذارید این واقعیت رو بهتون بگم، من اصلاً تحمل پیشگویی رو ندارم. عده کسانی که واقعا میتونن آینده رو پیشگویی کنن خیلی کمه. اون دوباره حرفش رو ناتمام گذاشت، بعد با حالتی بسیار عادی گفت:
به نظر من که سالم و سرحالی. پاتر، بنابراین امیدوارم منو ببخشی که نمیتونم تو رو از انجام تکالیف امروز معاف کنم. مطمئن باش اگر بمیری دیگه لازم نیست تکالیفتو به من تحویل بدی. هرمیون خندید. حال هری کمی بهتر شد. سر کلاس خفه و دم کرده پروفسور با آن بوی زننده و نور قرمز یک تکه توفاله چای هر کسی را به وحشت می انداخت. اما حالا که از آنجا دور شده بودند موضوع چندان ترسناک به نظر نمی رسید. البته همه متقاعد نشده بودند. رون هنوز نگران به نظر می رسید و لاندر براون زیر لب زمزمه کرد: پس فنجان نویل چی بود؟ بعد از کلاس تغییر شکل همه به سیل خروشان دانش آموزان پیوستند و برای صرف نهار به سرسرای بزرگ رفتند. هرمیون ظرف خورش رو جلوی رون گرفت و گفت: اینقدر نگران نباش، خودت که شنیدی پروفسور مک‌گونگال چی گفت. رون مقداری خورش در بشقابش ریخت و قاشق و چنگالش رو برداشت، اما به اون لب نزد. سپس با قیافه جدی آهسته به هری گفت: تو که این روزهای سگ بزرگ سیاه ندیدی، نه؟ هری گفت: چرا، اون شبی که از خونه درسلی ها اومدم بیرون یکی دیدم. چنگال رون از دستش افتاد و جیرینگی صدا کرد. هرمیون به آرامی گفت: شاید یک سگ ولگرد بوده. رون طوری به هرمیون نگاه کرد که انگار دیوانه شده بود و گفت: هرمیون، اگر هری یه تاله نحس دیده باشه این خیلی بده. اموبیلیوس من یک بار یه دونه از این سگا دیده و 24 ساعت بعد مرد. هرمیون با خوشحالی مقداری از آب کدو تنبل برای خود ریخت و گفت: اتفاقی بوده. رون که کم کم داشت از کوره در میرفت گفت: خودت هم نمیدونی چی داری میگی. همه جادوگرا از تاله نحس وحشت دارن. هرمیون با حالتی تکبرآمیز گفت: بله، اونا تاله نحس رو میبینن و از ترس میمیرن. تاله نحس علامت مرگ نیست، علت مرگه. میبینی که هری صحیح و سالمه. علتش هم اینه که هری از اون احمق ها نیست که تا یک سگ سیاه میبینن فکر میکنن کارشون تمومه. رون دهانش رو باز کرد که چیزی بگه اما حرفی نزد. هرمیون در کیفش را باز کرد. کتاب درس ریاضیات جادویی رو بیرون آورد. آن را باز کرد و کنار پارچه آب میوه گذاشت. در حالی که کتاب را ورق میزد گفت: به نظر من پیشگویی خیلی درس مبهمیه. تمامش حدس و گمانه. رون با حرارت خاصی گفت: اما طالع نحس توی اون فنجون اصلا مبهم نبود. هرمیون با خونسردی گفت: ولی اون موقعی که داشتی میگفتی شبیه گوسفنده چندان مطمئن به نظر نمیرسیدی. یا پروفسور گفت: حاله تو درست حسابی نیست. تو از این ناراحتی نه؟ چون خوشت نمیاد توی هیچ درسی ضعیف باشی. اگه قوی بودن در درس پیشگویی معنیش این باشه که آدم وانمود کنه توی توفاله های چای علامت مرگ میبینه، من یکی که دیگه سر این کلاس نمیرم. این درس در مقایسه با کلاس ریاضیات جادویی همش چرت و پرته. هرمیون با خشونت کیفش رو برداشت و از آنجا رفت. رون با اخم به او نگاه کرد و به هری گفت: هیچ معلومه چی میگه؟ اون که هنوز سر کلاس ریاضیات جادویی نرفته. بعد از نهار هری خوشحال بود، زیرا باید از قلعه بیرون میرفتن. باران روز گذشته هوا رو پاک و لطیف کرده بود. آسمان ابری بود و هنگامی که برای رفتن به اولین کلاس درس مراقبت از موجودات جادویی بر روی چمنها گام نهادند، رطوبت و انعطاف آنها را احساس کردند. رون و هرمیون با هم قهر بودند. هری ساکت و آرام کنار آن دو از سراشیبی چمنزار پایین می‌رفت تا به کلبه هاگرید در کنار جنگل ممنوع برسد. وقتی سه قیافه آشنا را از پشت سر شناخت، تازه فهمید که باید این درس را در کنار گروه اسلایتریم بگذراند. مالفوی با کراب و گویل صحبت میکرد و ضمن صحبت ادا و شکلک هم در میآورد و آن دو میخندیدند. هری به خوبی میدانست که آنها درباره چه چیزی صحبت میکنند. هاگرید جلوی در کلبه منتظر شاگردانش بود. پالتوی پوست موش کورش را پوشیده بود و برای شروع کلاس سر از پا نمیشناخت. فنگ سگ شکاری هاگرید نیز کنار پایش ایستاده بود. هنگامی که دانش آموزان نزدیکتر شدند، هاگرید گفت: بیاید دیگه بجنبید، امروز یه درس حسابی داریم، درس بزرگی در پیشه. همه حاضرن؟ خب دنبال من بیاید. هری یک آن خیال کرد هاگرید میخواد اونها رو به داخل جنگل ببره.
اون از جنگل خاطرات بسیار تلخی داشت که برای تمام عمرش کافی بود. اما هاگرید وارد جنگل نشد و در امتداد درختان حرکت کرد. 5 دقیقه بعد همه اونها کنار محوطه شبیه به چراگاه اسب‌ها بودند. اما درون اون هیچ جانوری نبود. هاگرید گفت همه تون دور نرده‌ها جمع بشید. آهان، درست شد. همه تون باید بتونید اون تو رو ببینید. حالا اولین کاری که باز بکنید اینه که کتاباتون رو وا کنید. صدای بیروح و کشدار مالفوی گفت چطوری؟ هاگرید گفت هان؟ مالفوی تکرار کرد چطوری کتابامونو باز کنیم؟ سپس کتاب قول آسای قولهایش را که با یک تکه تناب محکم بسته شده بود درآورد. سایرین نیز کتابهایشان را درآوردند. بعضی ها مثل هری آن را با کمربند بسته بودند. بعضی دیگر آن را به زور در کیف تنگی جا داده بودند و بالاخره بعضی دیگر آن را با گیره بزرگی بسته نگاه داشته بودند. هاگرید با قیافه دلشکسته گفت هیچ کس نتونسته کتابش رو وا کنه. همه به نشانه جواب منفی سرهایشان را تکان دادن. هاگرید گفت باید اونو نوازش میکردین. ببینین؟ طوری این را گفت گویی کاری از این ساده تر در جهان وجود نداشته است. سپس کتاب هرمیون را گرفت و نوار جادویی را از دور آن باز کرد. کتاب میخواست هاگرید را گاز بگیرد اما او با انگشت اشاره بزرگش پشت کتاب را نوازش کرد. ابتدا لرزید، سپس باز شد و بی حرکت در دست او ماند. مالفوی پوزخندی زد و گفت چقدر ما احمق بودیم، باید اونو نوازش میکردیم؟ چرا خودمون حدس نزده بودیم؟ هاگرید با دودلی به هرمیون گفت من فکر کردم این کتابو خنده دارن. مالفوی گفت وای که چقدر خنده دار بودن. واقعا که فکر جالبی کردی، کتابایی به ما دادی که سعی میکنن دستامونو قطع کنن. هاگرید که ظاهرا سررشته صحبتهایش رو گم کرده بود گفت خب پس کتاباتون آوردین و حالا احتیاج به یه موجود جادویی دارین. آره، پس بذارید برم اونا رو بیارم. صبر کنید. سپس دوان دوان به داخل جنگل رفت و لابلای درختها ناپدید شد. مالفوی با صدای بلندی گفت حالا هرچی بگذره و از این کلاس بدتر میشه. اگه به بابام بگم که این حالو تدریس میکنه از تعجب خشکش میزنه. هری دوباره گفت خفه شو مالفوی. مالفوی گفت مواظب باش پاتر، یه دیوونه ساز پشت سرته. ناگهان لاوندر براون به آن سوی نرده ها اشاره کرد و جیغ کشید. 12 جانور عجیب به سوی آنها یورتمه می آمدن. هری هرگز در عمرش چنین موجوداتی ندیده بود. بدن، پا و دم این جانوران به اسب شباهت داشت اما سر، دست و بالشان شبیه یک عقاب عظیم و جسه بود. نوکشان بزرگ و خاکستری و چشمهای درخشانشان نارنجی بود. ناخونهای هر یک از چنگالهایشان 15 سانتیمتر و بسیار مرگبار بودند. به گردن هر یک از آنها یک قلاده پهن چرمی با زنجیر بلند بود و سر دیگر همه زنجیرها در دست بزرگ و پهن هاگرید قرار داشت که پشت سر این موجودات دوان دوان وارد محوطه نرده‌دار شد. هاگرید نعره می‌زد و زنجیرها را تکان می‌داد تا آن موجودات را به سمت نرده‌های نزدیک دانش آموزان هدایت کند. وقتی هاگرید به نرده‌ها نزدیک شد، دانش آموزان کمی خود را عقب کشیدند و او افسار آن موجودات را کشید و به سمت نرده برد. هاگرید با خوشحالی به بچه‌ها دست تکان داد و فریاد زد اسم این موجودات هیپوگریفه. خیلی خوشگلن نه؟ هری منظور هاگرید را درک می‌کرد. همین که بیننده از تعجب دیدن موجودی با نیمتنه اسب و سر و بال و چنگال عقاب در می آمد، لب به تحسین این موجود عجیب می گشود که پرهای درخشان بدنش با ظرافت خاصی تبدیل به موی اسب می شد. پرهایی که هر کدام یک رنگ بودند: خاکستری روشن، مسی، قرمز تیره با سایه صورتی رنگ، بلوطی براق و مشکی پرکلاقی. هاگرید دستهایش را به هم مالید و لبخند زنان گفت خب اگه میشه یه ذره بیاین نزدیکتر. ظاهراً هیچ کس نمیخواست جلو برود. سرانجام هری، رون و هرمیون با احتیاط به نرده ها نزدیک شدند. هاگرید گفت اولین چیزی که باز بدونین اینه که هیپوگریفا خیلی مغرورن، زود ناراحت میشن، پس هیچ وقت نباید بهشون توهین کنین چون ممکنه آخرین باری باشه که این کارو میکنین. مالفوی، کراب و گویل اصلا به حرفهای هاگرید گوش نمی دادن. با صدای آهسته با هم حرف می زدن و هری احساس بدی داشت.
احساس میکرد آنها نقشه میکشند که کلاس هاگرید را برهم بزنند. هاگرید ادامه داد: همیشه با صبر کنید تا اول هیپوگریف حرکت کنه. این نشونه ادبه. فهمیدین؟ فهمیدین؟ اول میرین جلو، تعظیم میکنین و صبر میکنید که اونم تعظیم کنه. این یعنی اجازه دارین که بهش دست بزنید. ولی اگر تعظیم نکرد فوراً ازش دور بشین، چون ناخونش بد جوری تیزه. خب حالا کی میخواد اول جلو بره؟ اکثر شاگردان در جواب او یک قدم عقب رفتن. حتی هری، رون و هرمیون نیز دودل بودن. هیپوگریف ها سرشان را پایین و بالا می بردن و بالهای عظیمشان را بازو بسته می کردن. کاملا معلوم بود دوست ندارن زنجیر به گردنشان ببندن. هاگرید با نگاه ملتمسانه پرسید: هیچ کس نمی خواد بیاد؟ هری گفت: من میام. لاوندر و پروتی از پشت سر هری آهسته به او گفتند: وای نه هری، مگه فال چای رو فراموش کردی؟ هری حرف آن دو را نشنیده گرفت، از نرده بالا رفت و وارد محبته شد. هاگرید گفت: آفرین هری، خب بذار ببینم میتونی با کجمنگار کنار بیای. هاگرید یکی از زنجیرها رو از بقیه جدا کرد، هیپوگریف خاکستری را از همجنسهایش دور کرد و بعد قلاده را از گردنش در آورد. در آن سوی نرده نفس دانش آموزان در سینه حبس شده بود. مالفوی با بدجنسی چشمهایش را تنگ کرده بود. هاگرید به آرامی گفت: ببین هری، خیلی آسونه. حالا که داری توی چشماش نگاه میکنی سعی کن اصلا پلک نزنی. اگه زیاد پلک بزنی هیپوگریف ها بهت اعتماد نمی کنن. بلا فاصله چشمهای هری پر از اشک شد، اما باز چشمهایش را نبست. کجمنگار سر بزرگش رو برگردانده بود و با یکی از چشمهای نارنجیش خصمانه به هری نگاه میکرد. هاگرید گفت: آفرین، همینطوریه، همینطوری درسته، حالا تعظیم کن. هری تمایلی نداشت که پشت گردنش رو در برابر کجمنگار به نمایش بگذاره، اما اطاعت کرد. تعظیم کوتاهی کرد و دوباره ایستاد. هیپوگریف که هنوز با حالتی تکبر آمیز به او نگاه میکرد از جایش تکان نخورد. هاگرید با نگرانی گفت: خوبه هری، حالا بیا کنار، خیلی راحت و آروم. اما ناگهان هیپوگریف دستهایش را خم کرد و جلوی چشمهای متعجب هری تعظیم کرد و به همان حال ماند. هاگرید که به وجد آمده بود گفت: آفرین هری، کارت عالی بود، خب حالا میتونی بهش دست بزنی، منقارش را نوازش کن، زود باش. هری که ترجیح میداد به جای نوازش کردن جانور از او دور شود آهسته جلو رفت و دستش را دراز کرد. چند بار منقار هیپوگریف را نوازش کرد و جانور که ظاهراً از این کار لذت میبرد چشمهایش را بست. همه کلاس غیر از مالفوی، کراب و گویل که مایوس شده بودند لب به تحسین هری گشودند. هاگرید گفت: خوبه هری، دیگه باید بذاره سوارش بشی. هری این را دیگر پیش بینی نکرده بود. او به سوار شدن روی دسته جارو عادت کرده بود، اما تردید داشت که این یکی هم به همان سادگی باشد. هاگرید گفت: پاتو بذار بالای بالش و سوار شو. فقط حواستو جمع کن که پرهاشو نکنی که اصلا خوشش نمیاد. هری پایش را روی محل اتصال بال به بدن جانور گذاشت و بالا رفت و پشت آن نشست. کجمنگار از جایش برخاست. هری نمیدانست کجا را بگیرد. پشت جانور از پر پوشیده شده بود. هاگرید به نیمتنه عقبی هیپوگریف ضربه ای زد و گفت: برو حیوان. ناگهان دو بال 3.5 متری زیر پاهای هری باز شد. هری به موقع توانست گردن هیپوگریف را بغل کند و بلا فاصله به پرواز در آمدند. اصلا به پرواز با دسته جارو شباهتی نداشت و مثل روز روشن است که هری کدام یک را ترجیح می‌داد. بالهای هیپوگریف در زیر پاهای هری به طور ناراحت کنندهی بالا و پایین می‌رفتند و او احساس می‌کرد هر لحظه ممکن است بلغزد و بر روی زمین سقوط کند. دستش بر روی پرهای نرم و براق می‌لغزید، اما جرأت نداشت گردن هیپوگریف را محکم‌تر بگیرد. برخلاف نیمبوس 2000ش که نرم و استوار پیش می رفت، نیمتنه عقبی هیپوگریف ها هر بال زدن که بالا و پایین می رفت هری را به جلو و عقب می لغزاند. کجمنگار هری را یک بار دور محوطه نرده ها چرخانید و سپس فرود آمد. این همان چیزی بود که هری را به وحشت می انداخت.
همین که گردن نرم و لغزنده جانور پایین رفت، هری خود را عقب کشید، زیرا می ترسید لیز بخورد و از روی منقار هیپوگریف به زمین بیفتد. سپس وقتی دست و پای ناجور هیپوگریف به زمین رسید، هری تکانی خورد و خود را نگه داشت و بعد صاف نشست. همه غیر از مالفوی، کراب و گویل با خوشحالی به تشویق هری پرداختند و هاگرید گفت آفرین هری، کار تالی بود. همه دانش آموزان که حالا با مشاهده موفقیت هری دل و جرأت پیدا کرده بودند، با احتیاط از نرده ها بالا رفتند و وارد محوطه شدند. هاگرید زنجیر هیپوگریف ها را یکی یکی باز می کرد و چندی بعد همه در محوطه با ترس و لرز جلوی هیپوگریف ها تعظیم می کردند. نویل چندین بار مجبور شد از هیپوگریفش فاصله بگیرد، زیرا ظاهراً خیال نداشت دستهایش را خم کند. رون و هرمیون با خرمایی تمرین می‌کردند و هری آنها را تماشا می‌کرد. مالفوی، کراب و گویل به سراغ کجمنگار رفته بودند. کجمنگار جلوی مالفوی خم شده بود و او با انزجار منقار جانور را نوازش می‌کرد. مالفوی با لحن کشدارش و با صدای بلندی که به گوش هری برسد گفت چه آسونه، فکرشو میکردم که باید کار آسونی باشه که پاتر تونسته از پسش بر بیاد. شرط میبندم تو اصلا خطرناک نیستی، درسته؟ تو خطرناکی؟ حیوان گنده زشت؟ چنگال تیز هیپوگریف مثل برق در هوا حرکت کرد و مالفوی جیغ بنفشی کشید. لحظه بعد هاگرید با کجمنگار کلنجار بیرفت تا بگذارد قلاده را دوباره به گردنش ببنده. میخواست هرچه زودتر خود را به مالفوی برساند که با لباس خونالود روی چمن افتاده بود. مالفوی نعره میزد دارم میمیرم، دارم میمیرم، ببینین منو کشت. همه متوجهش بودند. هاگرید که مثل گچ سفید شده بود گفت نه ترس، نمیمیری. یکی بیاد کمک کنه، باید زودتر اینو از اینجا ببریمش. هاگرید مالفوی را بلند کرد و هرمیون دوید که در را باز کند. وقتی از جلوی هری می گذشتند، او توانست زخم عمیق و بزرگ را روی بازوی مالفوی ببیند. هاگرید دوان دوان از سراشیبی به سوی قلعه بالا می رفت و خون مالفوی روی چمنها می چکید. کلاس مراقبت از موجودات جادویی به پیاده روی پر استرابی منجر شد. همه دانش آموزان گروه اسلایترین با صدای بلند از هاگرید شکایت می کردند. پانسی پارکینسون که داشت گریه میکرد گفت باید اخراجش کنن. دین توماس با عصبانیت گفت تقصیر مالفوی بود. کراب و گویل با حالتی تهدیدآمیز عضلات بازویشان را به او نشان دادند. همه دوان دوان از پله های سنگی بالا رفتند و وارد سرسرای ورودی خلوت شدند. پانسی گفت من میرم ببینم حالش چطوره و دوان دوان از پلکان مرمری بالا رفت. همه با نگاه او را تعقیب کردند. دانش آموزان گروه اسلایترین که هنوز به هاگرید بد و بیراه می گفتند به طرف سالن عمومی دخمه مانندشان رفتند. هری، رون و هرمیون نیز به طبقه بالا رفتند و راه برج گریفندور را پیش گرفتند. هرمیون با نگرانی گفت به نظر شما حالش خوب میشه؟ هری که زمانی زخم‌های عمیق‌تری داشت و به دست مسئول درمانگاه به طور جادویی بهبود یافته بود گفت معلومه که خوب میشه، خانم پامفری بریدگی ها رو در یک چشم برهم زدن خوب میکنه. رون که نگران به نظر میرسید گفت اما خیلی بد شد که سر اولین کلاس هاگرید این اتفاق افتاد، نه؟ مطمئن باشید که مالفوی براش یه آشی میپزه که روش یه وجب روغن باشه. اونها به امید دیدن هاگرید اولین کسانی بودن که برای صرف شام به سرسرای بزرگ رفتن، اما او به آنجا نیومد. هرمیون که به خوراک قلوه و استیکش لب نزده بود با نگرانی گفت اخراجش که نمی کنن، درسته؟ رون نیز بدون آنکه چیزی بخورد گفت امیدوارم. هری به میز اسلایترین چشم دوخته بود. کراب و گویل و بسیاری دیگر دور هم جمع شده سخت مشغول گفتگو بودند. هری اطمینان داشت که آنها می خواهند حرفهایشان را یکی کنند و ماجرای زخمی شدن مالفوی را با آب و تاب گزارش بدهند. رون با چهره مایوس گفت خوبه دیگه، خاطره اولین روز که هیچ وقت دیگه یادمون نمیره. بعد از شام هر سه به سالن عمومی برج گریفندور رفتن و سعی کردن تکالیف پروفسور مکگونگال را انجام بدن، اما هر چند دقیقه یک بار یکی از اونها از جاش بلند میشد و از پنجره برج بیرون رو نگاه میکرد. ناگهان هری گفت
چراغ اتاق هاگرید روشنه. رون به ساعتش نگاه کرد و گفت اگه عجله کنیم میتونیم به دیدنش بریم. هنوز خیلی دیر نشده. هرمیون آهسته گفت نمیدونم چه کار کنیم. هری نگاه زیرچشمی هرمیون را دید و با حالتی کنایه‌آمیز گفت رفتن من به داخل محبته که اشکالی نداره. مگر اینکه سیریوس بلک تونسته باشه از جلوی دیوان سازها رد بشه و به داخل مدرسه بیاد. بدین ترتیب اونها وسایلشون رو جمع کردن و از حفره تابلو بیرون اومدن. از اونجا که اطمینان نداشتن خروجشون از قلعه به نامانه باشه، خوشحال بودن که هیچ کس هنگام خروج اونها رو ندیده بود. چمنزار هنوز مرطوب بود و در اون هوای گرگ و میش سیاه به نظر می رسید. وقتی به کلبه هاگرید رسیدن، در زدن و صدای قرشی به گوششان رسید که می گفت بیا تو. هاگرید پیراهن آستینداری به تن داشت و کنار میز چوبی رنگ رو رفتهش نشسته بود. او سر سگش فنگ را در آغوش گرفته بود. بچه ها از همان نگاه اول دریافتند که هاگرید در نوشیدن مشروب افراط کرده است. یک لیوان خیلی بزرگ به بزرگی یک سطل جلویش روی میز بود و از قیافش معلوم بود که سعی میکند نگاهش را روی آن متمرکز کند. وقتی بالاخره آنها را شناخت گفت به گمونم رکوردشون را شکستم. مطمئنم که تا حالا هیچ معلمی نبوده که یک روز بیشتر دووم نیاورده باشه. هرمیون آهی کشید و گفت هاگرید تو رو که اخراج نکردن. هاگرید جرعه بزرگی از هر آنچه در لیوان بزرگش بود نوشید و با درماندگی گفت هنوز نه، ولی زیاد طول نمی کشه. درسته با اون مالفوی. هر سه نشستند و رون گفت راستی حالش چطوره؟ زخمش که ناجور نبود نه؟ هاگرید که گیج و منگ بود گفت خانم پامفری هر کاری که باید میکرد به نحو احسنت انجام داد، ولی خودش میگه خیلی درد میکنه. دستشو باند پیچی کرده و دائم ناله میکنه. هری بلافاصله گفت همش ساختگیه، خانم پامفری بدترین زخم‌ها رو خوب میکنه. پارسال نصف استخونای منو ترمیم کرد. مطمئن باش که مالفوی تا بتونه این قضیه رو کش میده. هاگرید با قیافه‌ای درمانده گفت به مسئولین مدرسه گفتن، اونا میگن خیلی زود شروع کردن. باید هیپوگریف رو میذاشتم برای بعد، مثلا با کرمهای فلوبر یا یه چیز دیگه ای کلاسمون رو شروع میکردم. فکر میکردم که اینطوری جالبتره. چه میدونستم همش تقصیر منه. هرمیون صمیمانه گفت همش تقصیر مالفوی بود هاگرید. هری گفت ما شاهد بودیم، تو گفتی اگه کسی به هیپوگریف توهین کنه بهش حمله میکنه. تقصیر خودشه که حواسش به درس نبود. ما خودمون به دامبلدور میگیم واقعیت چی بود. رون گفت آره هاگرید نگران نباش، ما ازت طرفداری میکنیم. از گوشه چشمهای چروکیده هاگرید اشک سرازیر شد و هری و رون رو در آغوش گرفت. چیزی نمانده بود دندانهای آن دو را بشکند. هرمیون قاطعانه گفت هاگرید هرچی تا حالا نوشیدی دیگه کافیه. سپس لیوان بزرگ را از روی میز برداشت و از در بیرون رفت که آن را دور بریزد. هاگرید گفت آره حق با اونه. هاگرید هری و رون را رها کرد. آن دو که دنده هایشان را میمالیدن تلو تلو خوران از او فاصله گرفتند. هاگرید به زحمت از روی صندلی بلند شد و در حالی که درست نمیتوانست تعادلش را حفظ کند به دنبال هرمیون رفت. صدای چلپی از دور به گوش رسید. وقتی هرمیون با لیوان خالی برگشت، هری با نگرانی پرسید داره چی کار میکنه؟ هرمیون لیوان را در گوشه گذاشت و گفت داره سرش رو توی بشکه آب فرو میکنه. هاگرید که از سر و رویش آب میچکید برگشت و گفت حالم بهتر شد. ببینین ازتون ممنونم که به دیدن من اومدین. من واقعا. هاگرید بی حرکت مانده بود و از هری چشم بر نمی داشت. انگار تازه متوجه شده بود که او اینجاست. ناگهان نعره زد هیچ معلومه چی کار میکنید. هری تو که میدونی توی تاریکی نباید از قلعه بیرون بیای. شما دوتا چرا گذاشتین بیاد؟ نهره هاگرید چنان غیر منتظره و ناگهانی بود که هر سه از جایشان پریدن. هاگرید با عجله به طرف هری آمد، دستش را گرفت، او را به طرف در کشید و با عصبانیت گفت بیاین خودم میرسونمتون. دیگه نبینم بعد از تاریک شدن هوا این طرفا پرسه بزنین و به دیدن من بیاین ها. من لیاقت این کارای شما رو ندارم.